خب سلام به همگی. ما امروز خیلی مفتخریم که استاد یادگاری وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و کامنتاشون رو قراره با شما درباره پرزنتیشناتون شیر کنن. من برای که وقت رو زیاد نگیرم یه مقدمه خیلی کوتاه میخوام در معرفی ایشون بگم. شاهرخ یادگاری که از بهترین اساتید دپارتمان ما هستن که مالتی دیسیپلینری هن. یعنی شاید بگم مالتی دیسیپلینری ترین استاد دپارتمان ما هستن که از آهنگسازی و موسیقی ایرانی گرفته تا صدا برداری تئاتر و ادبیات همه اینا توش تخصص دارن. بعد ایشون قبل از اینکه دانشگاه ما باشن توی جاهای مختلفی کار کردن، از جمله مؤسسه ایرکام. ایشون تحصیلاتشون لیسانس الکتریکال انجینیرینگ از دانشگاه پردو، بعد مستر میوزیک این میدیا آرت اند ساینس دارن از دانشگاه MIT و PhD میوزیک از دانشگاه خودمون UCSD. خب خیلی خوش آمد میگم بهتون استاد یادگاری. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خب ما پرزنتر اولمون سحر هست که برای اینکه کارمون راحت بشه، اگه سحر موافقی من اسلاید تو اینجا شیر میکنم. مرسی نسیم، ممنونم از اون اینتروداکشنی دادیم. منم خواستم بگم خیلی خوشحالم که من با شما هستم. این مطالبی هم که من دادین نگاه کردم، کلن انرژی و اون برخورد موسیقایی و فکری و حسی که تو کارتون هست، من خیلی خوشحالم که اینجا هستم که با هم کمی صحبت بکنیم راجبش. کلن چقدرم کار قشنگی میکنید، این رابطه‌ای که داریم برقرار میکنید از چندین جای دنیا با هم دیگه. میتونیم راجع به ایرانیانی که روی این قسمت موسیقی کار میکنن با هم دیگه در با هم برخورد داشته باشن. به نظر من خیلی کار خوبی، امیدوارم هست که همینطوری هی ادامه بیشترم پیدا کنه. خیلی ممنون، این افتخار از ماست که شما اینجا تشریف دارین. مرسی نسیم جان، مرسی. خب پس من اسلاید سحر رو باز میکنم. سلام به همه، خیلی ممنونم. سلام آقای یادگاری، خیلی ممنونم ازتون. خیلی واقعا خوشحال هستیم که میتونیم استفاده کنیم و ممنون از زمانی که میذارین برامون. من حالا اگر که فکر میکنیم بهتر باشه من توضیح بدم، یا بعد اون فایل صوتیش رو بذاریم، یا اول فایل صوتیش رو، یا اصلا نیازی هست که بذاریم فایل صوتیش رو یا نه هر طور که صلاح میدونیم. من گوش کردم، این یه میدی رندیشنش بود شما گذاشته بودین، درسته؟ و یه ذره اگه به من صحبت کنیم، بعد اگه فکر میکنین احتیاجه که گوش بکنیم میتونیم گوش بکنیم، اگر بحث به نظر راحت تر پیش رفت با هم دیگه پس پیش میریم. ولی شما یه ذره، من دلم میخواست دو تا چیز برای من بگیم بعد از گوش کردن و دیدن سکور شما. یه مقدار راجع به قطعه، یه مقدار هم راجع به بک‌گراند خودتون که اصلا چجوری با موسیقی آشنا شدین و یه جوری درگیریتون با موسیقی بر چه اساسیه. منظورم از این که درگیریتون با موسیقی اینه که چه فضاهای موسیقی شما را توجهتون رو جلب میکنه و یه مقدار اولین مطالبی که باعث میشه یه قطعه در شما ساخته بشه چیه؟ حالا شما حتما یه برنامه خودتون هم داریم، شاید توی همین پرزنتیشنتون اینا رو متوجه بشین. من لیسانس هم و آهنگسازی دانشگاه هنر خوندم، دانشگاه هنر تهران، و بعد ارشد هم الان دارم میخونم، پایان نامه‌ام رو دارم روش کار میکنم، برای هم آهنگسازی.
بعد توی کارشناسی خیلی یعنی بیشتر قطعاتی که ما می نوشتیم توی دانشگاه، بعد من خودم اونطور که بلد بودم اون زمان بیشتر می نوشتم، خیلی تونال بود که من البته نوشتن تونالم خیلی دوست دارم، هنوزم که حالا دارم با موسیقی معاصر بیشتر آشنا میشم. بعد توی ارشد بیشتر ما بیشتر چیزایی که مربوط به موسیقی معاصر خوندم و البته خیلی بیشتر از اون من توی همین MMC یاد گرفتم، از پدرام عزیز، نسیم جان و سهراب خیلی بیشتر یاد گرفتم و آشنا شدم. بعد این من یه قطعه که نوشتم، دو تا قطعه که نوشتم اجرا شده، یکی کوارتت ذهی دیگه نوشته بودم که توی همون لیسانس اجرا شده بود توی دانشگاه که اون تونال بود کاملا. البته همون موقع که بیشتر تونال می نوشتم، هم الان که حالا مقدار متفاوت تر می نویسم از اون زمانم، خیلی از یعنی چیزی که دوست دارم اتفاق می افته اینه که خیلی موسیقی ایرانی وارد اون چیزی که می نویسم میشه، یعنی حتی اگه خیلی نخوام عمدی باشه فکر کنم که اون چیزی که توی گوشم هست، من البته سازم پیانوه، ولی خب اون چیزی که تو گوشم بوده از بچگی و اینا، حتی اگه مستقیما هم نخوام که از قبل برنامه براش نداشته باشم، یه طوری این اتفاق میفته تو بخش ملودیکش. بعد حالا من چون خیلی خودم ملودی رو خیلی دوست دارم، حالا چیزیم که تو این قطعه هست، یه قطعه دیگه هم ضبط شده البته، پنیک اتک که مال فلوت، ویولنسل و الکترونیک بود، توی اون هم همینطور، ولی خب توی این بیشتر خیلی ملودی خیلی دوست دارم، یعنی الان که یه مقدار با متریال های متفاوت تر هم دارم می نویسم، یه بخشایش رو دوست دارم که برای توی این قطعه هم توضیح میدم اون ملودی رو توش داشته باشه اتفاقی که میفته. بعد حالا اگر که الان اجازه بدین من یه مقداری در مورد خود این قطعه توضیح بدم. خب من فقط چون اینایی که اسلایدهایی که درست کردم خیلی طولانی تر میشه، یعنی به خاطر همین همش رو چیز نمی کنم. اول در مورد ایده کلی که توی این میخوام این ببرم. سحر جان من اسلاید رو اینجا دارم، میتونی به من بگی که کجا برم؟ آره هم آوردم خودم که بگم کدوم صفحه‌شو. اول اسلاید سوم اگر که میشه بیارین. من ایده کلی که برای قطعم داشتم این بود که اون حالا یه تم و چند تا واریاسیون بود. اینو من البته این ایده که این کار رو بکنم از یک المان کوچیکتری بخوام این واریاسیون رو نه به اون شکل سنتی تر باشه، از همین قطعه که برای آلفرد شنیتکه بود، واریاسیون روی آکورد، این ایده از اونجا بیشتر به ذهنم اومد. و اون ایده تم اصلیم که حالا یه بخش خیلی کوتاهیه که از 3 قسمت تشکیل شده، که بعد این 3 قسمت رو توی واریاسیون هایی که نوشتم به شکلهای مختلفی یه همچین صدا یا یه همچین فضایی رو سعی کنم که درست کنم. توی این 3 بخش اول که توی تمم هست، بخش اول یه صدای بالا رونده ایه که حالا اینجا گلیساندو هست و البته توی همون تمش یه قسمتی هم باید بگن نوازنده ها. بعد بخش دومش یه تیکه خیلی کوتاه ملودی که این همه توی چند ثانیه اتفاق میفته. بعد قسمت سومش یه چند تا ویژگی داره که توی واریاسیون های مختلف و یکی یا بعضی از این ویژگی ها رو چند تا از این ویژگی ها روش کار کردم. یکی این که ضد ضرب، الان فکر کنم که برای اسلاید 4 اگر که میشه بریم، یکی این که این قسمت الان این قسمت اولش که یه صدای بالا رونده است، قسمت دوم این خود قسمت اول 2 بخشه A و B، قسمت دوم یه بخش خیلی کوتاه ملودیکه که بعد تو واریاسیون ها این بزرگتر میشه، و قسمت سوم چند تا ویژگی داره، یکیش این که ضد ضربه، این صدای بتوتو که حالا صدای شبیه به اینو سعی کنم تو جای دیگه درست کنم، یه صدای تکرار شونده و یه ریتمی که حالا اضافه میشه یا خودش کشیده تر میشه یا اینکه بینش فاصله میفته.
بعد یه چیز یه کار دیگه هم که توش انجام دادم این که کلمه آزادی رو مثل همین که این بخش خیلی کوتاه که توی تم هست هی کم کم بزرگ میشه توی واریاسیون ها، این کار رو با کلمه آزادی هم سعی کردم انجام بدم. این اولش فقط توی این تم آ میاد، بعد جلوتر که میبینیم آ، بعد زا، بعد شکلهای مختلف تا اون قسمتش منوط اون آخرین بخششون کلمه آزادی رو کامل میشنویم. بعد حالا اینا رو من فکر میکنم که تو همه واریاسیوناش بخوام یکی یکی اینجا دارم روش صحبت کنم خیلی طولانی میشه، ولی بعضی از این واریاسیون ها رو اینجا یکم راجعش توضیح میدم. اسلاید هفتم رو اگر که میشه بیارید. خب اینجا الان به طور مثال این توی واریاسیون اول کاری که کردم با اون سه تا بخش تو همین قسمت اول که یه صدای این دفعه اون صدای بالا رونده البته توی پیچش اتفاق نمیافته، یعنی توی دینامیک اون حالت افزایشیش اتفاق میافته. و حالا این چیزی که اینجا نوشتم که روی سیمای مختلف این هارمونیک، یعنی یک صدا داره هر کدوم از اینا، مثلا توی ویولون یک، ولی این رو به صورت ترمولو که اجرا میکنن، حالا اون چیزی که فکر میکنم اتفاق میفته یه توده صدای هستش که حالا با دینامیکش داره زیاد میشه، از طرفی هم از سولپونتیچلو میره به سمت همون خرک خود با صدا شدت زیاد میشه. و اون قسمت دوم یعنی یه صدای دیپ، اینجا یه چیز کوتاهی میاد، بعد یه اگه میشه اسلاید بعدی رو بریم، قسمت ملودیکش میرسیم به قسمت ملودی که الان توی واریاسیون اول هست. اینجا در مورد این که مثلا دستگاه های خاصی از موسیقی ایرانی من استفاده کرده باشم، یعنی نوشته باشم و بخوام طبق اون حالا تامفره شدهش برم، اینطوری نیست، ولی فکر میکنم که اون میگم همون چیزی که حتی مقدار ایرانی بعضی جاش صدا میده. بعد این قسمت ملودی کشه و اسلاید بعدی اگر که میشه بعد اینجا قسمت سوم اون چیزی هست که دارم روش واریاسیون اما تم اصلیم هست که یه سری از همون ویژگی ها داره، یک صدای تکرار شونده هست. اینجا اون صدایی که یعنی کوچیک کوچیکه مثلا بطوتو، اینجا با پیتسیکاتو بردمش. توی یه ویژگی دیگه هم یعنی که هست توی واریاسیون مختلف اینه که اون بخش ملودیک وارد بجسته، اون بخش ملودیک وارد اون قسمت سوم میشه. مثلا اینجا توی ویولا اون قسمت ملودیک هنوز با اینکه سوم اومده اون هنوز ادامه داره. بعد اسلاید بعدی و اگر که میشه من اگر که موافق هستیم با توجه به زمان که توی اون بمونم، من مثلا یه دونه دیگه از این واریاسیون ها رو اون کاری که کردم رو انجام بدم، بعد اگر که صلاح هستش راجع به دیگه ای صحبت بکنیم. الان توی این واریاسیون دومش دوباره اتفاقی که اینجا سعی کردم بیفته، مثلا این قسمتی که نوشتم یک، اینا خواستم که از نوازنده ها که اینا رو بخونن، ولی خب چون نمی مطمئن نبودم که حالا دقیقا این هر کدوم از این پیچ ها رو میتونن که برنج صدایشون بخوره یا نه، به خاطر همین این کار کردم. مثلا توی قسمت سه نوشتم که اگر که این بهشون نمیخوره یه اکتاف پایین تر بخونن، از طرفی اگر که اینطور بود ساز ویولا این چیزی که نوشتم رو یه اکتاف زیرتر اجرا کنه، یعنی کلیت اتفاقی که توی این بخش میفته صداها کم کم میرن بالا زیرتر میشن. بعد اگه میشه اسلاید بعدی هم بذارین. خب بعد این قسمت دوم همون بخش اول از تم هم هستش که دوباره یه صدای کوچیکی اون بخش اول رو میبنده. دوباره اسلاید بعدی اگه میشه ممنون. بعد اینجا دوباره یه قسمت ملودیک داریم که اینجا قسمت همون بخش دوم تم میشه. اسلاید بعدی لطفا.
بعد اینجا مثلا البته توی همون اسلاید اول این واریاسیون کلمه حرف آ رو اومد، این قسمت زا داریم و بعد این قسمت سومش میشه که یه دوباره همون ویژگی رو داره، کلمه تکرار شونده است، کوتاه کوتاه و یه بخشش رو میخونن، البته یه بخشش هم توی اسلاید بعدی اگر که بشه. اینجا سعی کردم که اینو بین این ترکیب بکنم، یه تیکه‌اش رو قراره بخونن که حالا البته همش فعلا چیز داره اجرا میکنن و یه بخشهایی رو هم اجرا میکنن. این اون کلیت ایده بود که تو این قطعه داشتم که حالا تو واریاسیون های مختلف این اتفاق رو سعی کردم به شکل مختلفی انجام بدم. مرسی، ممنونم سهر جان. یه چند تا سوال بکنم. یه صحبت هایی که کردین، منم خیلی شنیدم، مخصوصا اون رابطه با موسیقی ایرانی و مثلا صدای چهارگاه توی یواش یواش هم میاد. خیلی جالبه که این شکل‌های ملودیا اول شکل میگیرن، بعد یه حالت رنگ‌های آدم میشنوه از این ملودیا، بعدن خیلی قوی چهارگاه تامپر شده صداش شنیده میشه. دو تا سوال میخوام بکنم. اول اینکه هیچ قراری برای خودتون گذاشته بودی محدودیتی تعریف بکنین قبل از شروع کردن؟ یعنی اینکه مثلا بگین که این قطعه، من توی این قطعه این کارها رو میکنم، این کارها رو نمیکنم. هیچ پرینسیپالی داشتین وقتی که شروع به کار کردین؟ من این سوالم برای این میکنم که حالا بعدش میپرسم چرا که تو فکرم اومده. این محدودیت ها چی بودن؟ به انگلیسی بهش میگیم constraints، که تعریف تقریبا یک شروع کار میتونه باشه. در مورد اینکه چه کارهایی میتونم بکنم، البته چه کارها رو انجام بدم خیلی بیشتر تو ذهنم بود که همون ایده باشه و حالا هر کدوم از اینا رو چطوری میتونم گسترش بدم. در مورد اینکه چه کاری نمیتونم بکنم، به این شکلی که شما الان گفتین نه، واقعتش بهش فکر نکردم که بنویسم، اما چیزی که تو ذهنم این بود اینه که سعی کنم اون بخشی که یعنی خیلی ملودی، یعنی حالا همونطور که شما گفتین کم کم بهش برسم، اون ملودی که حالا تو قطعات قبلی خیلی بیشتر بود یا خیلی صدای تونال میداد رو، اونو سعی کنم یه مقدار کمترش کنم. چون خیلی قطعه زیبایی، چیزی که من درش حس کردم یه حالت رنگامیزیه. من تقریبا هر صفحه سکور یه رنگ جدیدی از این کورتت در میاد و ایده های خیلی زیادی یکی بعد از دیگری داره آدم میشنوه، که چیزی که حس میکردم که میتونه یه راه بیشتری بره، یا بایستی که همین راه ها بیشتر بهش پرداخته بشه برای اینکه بر روی ما یه جوری بتونیم باهاش آمیخته بشیم. هنوز قبل از اینکه بتونیم دقیقا ایده رو بشنویم رفتیم به یه ایده دیگه ای. یا این سوال محدودیتم برای این میکنم که من یا دلم میخواست اونو کمی بیشتر میشنیدم که ایده ها بیشتر باهاش بازی می شد، یا اینکه اون ایده حرکت از یک رنگ به یک رنگ دیگه خیلی بیشتر حرکت می کرد. اگر اونجا می خواستیم بریم بیشتر حرکت بکنین، بایستی که کمی به صداهای نویز اکستندد تکنیک می رسیدی، که چندین بار من تو قطعه حس کردم که می خوام اونو بشنوم، ولی به نظر میاد شما نرفتی اونجا و حالا به حالت صدای تون همیشه هستش، با همیشه اینو میشنویم. ملودی برای شما معنیش چیه؟ وقتی میگین که ملودی رو دوست دارین، ملودی رو چجوری تعریف میکنین؟ اون چیزی که حالا تو ذهن خودم هست یه صداهای کنار همی که میتونه باش بخونم، یا مثلا حالا برای کسای دیگه ای که حتی شاید مثلا موسیقی هم خیلی ندونن بشنن، بتونن یه جورایی باش تکرار کنن. بیوتیفول، بعد دقیقا همون. پس شما مسئله خوندن و تونستن این که هم تو فکر بمونه، هم این که صدای بشر بتونه اینو بگتش. و این برای من اگه مثلا شما شروع میکردیم یه جوری این میشه محدودیت شما،
با این شروع میکنیم، با این ایده ملودی، و خب میتونه خیلی هم قشنگ آدم میشنوه این تنشی که بین صداهایی که آدم انتظار داره بهش برسه، مخصوصا وقتی که حالتهای ترمولو گلیساندواتون میاد، بعدش آدم انتظار داره که فضا به جای دیگه بره. اون تنش قشنگ هم هست، ولی کمی من دلم میخواستش که این با قاطعیت، نه که با یه حضور ذهنی راجع به این مسائل بیشتر انتخاب میشد. این مسئله این که میگین که موسیقی ایرانی درش پیدا میشه، من حس کردم، فکر میکردم که شاید این یا تو گوش شماست، یا فکر نمیکنم که شما مشخصا انتخاب کردین این ملودی رو بنویسین، ولی همینجوری خود به خود خودجوش پیدا شده. این یه چیز خیلی قویه، یک برای هر حالا هر ایرونی که گوش بکنه اینو دقیقا تو کار شما میشنوه، و بایستی که کمی با آگاهی بیشتر به نظر من با این برخورد بکنین، و با آگاهی بیشتر نه تنها کرکتر قطعه رو کمی بهش هویت دقیق تری میده، بلکه از نظر نوشتاری هم خیلی دستتون بیشتر باز میشه. خود قطعه خیلی آدم ها جاهای مختلف میبره، ولی من کمی دوباره گم میشدم که ما الان خط بعدیمون چیه. و من چرا سوال میگم ملودی به نظر شما چیه، چون اون تعریف ملودی خیلی تونال هست که این به نوت وصله، به تونال، حرکت های تونال، و اصلا ملودی نمیتونه رنگ دیگه ای پیدا بکنه، که ایده کلانگن فارمن ملودی به فارسی نمیدونم چجوری ترجمه میشه. من خیلی جالب بود برام یه سری این مسائل فارسی رو خوندم، من کمتر چیزا ایده های آهنگسازی رو در فارسی خوندم. شما میدونین کلانگن فارمن ملودی رو به فارسی چجوری ترجمه کردن؟ این ایده ایه که بالا شوانبرگ تعریفش کرده، ولی دیگه تو قرن بیستم به شکل خیلی قوی ازش استفاده میشه. حالا حتما هم آدم لازم نیست فقط اونو بنویسه، ولی ایده این که یک ملودی فقط لازم نیست از طریق تون گفته بشه. و موسیقی شما، من حالا موسیقی میشنوم یه مقداری یاد کارهای اول کایا چرنووین میفتم که این حرکت ها رو داشت، بعد درونش یواش یواش اصلا کایا به اینجا میرسه که با زبان صداهای اضافه ملودیشو درست میکنه. این چیزای حسایی بود که من کلن تو کار شما میشنیدم، ولی خب خوشحالم هم که شنیدم گفتین که دوست داریم حرکت های ایرونی واردش میشه. من حس میکنم اون یه چیز خیلی غنی میتونه دست شما باشه، به خاطر قدرت نوشتاری که دارین، و معلوم هم هست که قدرت تبدیل فکرتون رو به نوشتار خوب دارین، میتونی راحت این کار رو بکنی، و برای همین کمی خط دور فکرتون رو دقیق‌تر بکشید. که حالا کلن ایده constraint فقط هم تو چیز توی موسیقی نیست. من یاد فیلم لارس وان تریر میفتم که اسمش از Five Limitation یا Five یادم که دقیقا اینه که یه فیلم سازه که با استاد خودش داره کار میکنه، حالا خودش معروف شده، استادش برگشته، با هم کار میکنن، بعد این برای هر یه فیلمی که میخواد بسازه بهش یه لیمیتیشن میده، میگه برو این کار رو انجام بده، ولی محدوده ها خیلی مشخصه. این کشیدن محدوده باعث میشه که کمی مثل شما بتونید یه چیزی باشه که کنش و واکنش انجام بشه تو فکر شما.
وقتی که میخوایم بنویسین محدوده ایجاد میشه که باید توی اون محدوده این نوشته رو بنویسین و اون باعث میشه که تعداد ایده هایی که توی قطعه می نویسین کمتر بشه. الان به نظر من تعداد ایده هایی که تو قطعه شما هست یا بایستی که کمی پوش بشه بره به طرف این که ملودی از توی تون در بیاد، یا اگر توی این فضا هست بیشتر من پرداخته بشه که من ایده های شما رو تک تک با هم دیگه بشنوم و کمی رابطه های این رنگ ها به هم دیگه مشخص تر بشه. موسیقی آزوالد گالیجه و نمیدونم میشناسین، یک که کار داره به اسم یدیش بوک، که این گالیجه موسیقی مدرن میسازه ولی الان تعداد کارهای زیادش برگشته به کارهای تونال قدیم و این حرفم میزنم چون شنیدن این مسئله که شما میگین با موسیقی تونال هنوز رابطه نزدیک دارین، این دوتا میتونن با هم خیلی به صورت قوی ادغام بشن و کار گالیجه مخصوصا تو یدیش بوک برای من به نحو خیلی زیبای اینا رو با هم قاطی کرده بود که اصلا نمیشد فرقش رو با هم دیگه گفت. میدونم به ما دارن نگن که وقتمون داره تمام میشه. مرسی، خیلی خیلی ممنونم ازتون. خواهش میکنم، بسیار قطعه زیبایی نوشتین، امیدوارم که رندیشن کاملش هم بشنوم. مرسی، خیلی ممنون. مرسی، مرسی از سحر، مرسی استاد یادگاری. انقدر حرفای شما جذابه که متاسفانه تو این زمانه کم خیلی سخته که هی بگیم که زمان. بله متشکرم. نه خوبه شما ما رو سر وقت نگه میدارین، کار خوب میکنین. خب نفر بعدی ما حامده. باز من پیشنهاد میکنم بچه ها تا میشه روی 5 دقیقه پریزنتیشن فکر کنین، چون میبینین که بحث واسه گفتن زیاد است. من اسلاید حامد رو میذارم اینجا بعد. آره حامد باز اگه سعی کنی خودم بذارم امکانش هست؟ آره خودت هم میتونی این کار بکنی، من پس قطع میکنم. خودت میتونی سلاید شیر کنی. سلام خدمت همه عزیزان، استاد یادگاری عزیز، همه دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها بازم لایف توی کلاس MMC حضور دارم. من کارم رو شیر میکنم خدمتتون. حامد جان من باید بگم من کار شما رو دیدم، یه مقداریش هم خوندم ولی همه رو نخوندم، برای همین اگر کمی بیشتر توضیح بدیم سر نوشتارتون خیلی خوشحال میشم که بتونیم با هم بیشتر صحبت بکنیم. خیلی هم لذت بردم اینا رو به فارسی خوندم. مرسی مرسی. حتما. خب الان اومدش تصویره. خب من موضوعی رو که انتخاب کردم در واقع پژوهشی هست، بررسی نوت‌نگاری قطعه کانتکت از اشتوکاوزن هست. قبل از اینکه شروع کنم خیلی کوتاه دلیلش رو بگم، من وارد دانشگاه که شدم متوجه شدم واقعا از نظر آنالیز نوت‌نگاری آثار معاصر ما خیلی منابع کمی رو توی فارسی داشتیم و همیشه با بچه‌ها توی کلاس صحبت می‌کردیم و دنبال منابع بودیم و من خودم تصمیم گرفتم که روی این مطالب یه سریاش کار کنم. حالا از قدیم‌تر شروع کردم چون در واقع معاصر قدیمی‌تر حساب میشه اشتوکاوزن، ولی نمی‌خواستم یه برش تاریخی بیفته و می‌خواستم از قبل‌تر شروع کنم. به همین خاطر این گزینه رو انتخاب کردم، گرچه آثار نوت‌نگاری خیلی جدیدتر و جالبتری هم بود. در مورد خود اشتوکاوزن که خیلی کوتاه بگم، یکی از آهنگسازهای تاثیرگذار موسیقی قرن بیستم بوده، به ویژه به خاطر عضویتش توی مکتب دارمشتاد شناخته می شده. ایده هایی که داشته خیلی مورد استقبال بودن و نه تنها بر فضای موسیقی هنری غرب بلکه بر موسیقی پاپ هم یا حتی جاز هم تاثیرگذار بوده.
حدوداً 370 تا اثر نوشته که معمولاً قطعاتش مخصوصاً از یه جایی به بعد کاملاً از حالت نوت‌نگاری سنتی به دور بودن و همین خاطر خیلی جذابیت دارن تمام قطعاتش. قطعه کانتکت که اشتباهاً من فکر می‌کنم اینجا کانتکت نوشتم، امروز من تلفظش رو تغییر دادم و دیگه فرصت نشد توی من تغییرش بدم. یکی از اولین مثال‌هایی که موسیقی الکترونیک رو میاره با موسیقی اجرای زنده تلفیق می‌کنه، از این لحاظ خیلی مورد استقبال بوده. این رو دو تا ورژن ازش ارائه می‌کنه تو کاوزن، یکیش برای صداهای الکترونیک به تنهایی و یکیش برای صداهای الکترونیکی به همراه پیانو و پرکاشن که ما اونو داریم بررسی می‌کنیم توی این پژوهش. خود اشتوکهاوزن در موردش میگه که توی آهنگسازی این قطعه برای اولین بار راههایی برای آوردن المان‌های زمان، نواک، دینامیک و دیرن تحت یک کنترل واحد معرفی کردم که حالا در طول نوت‌نگاری بهش اشاره می‌کنیم. اما در مورد نوت‌نویسی قطعه یه حالتی بین نوت‌نویسی سنتی و گرافیکی داره. هر نوت جای دقیقاً مشخصی داره در محور زمان که نوازنده ها باید خیلی دقیق باشن توی اجرا کردن اون، که خود نوشتار این رو حالا که جلوتر بررسی میکنیم واقعا مثل یه اثر هنری میمونه. انتخاب سازهای پرکاشن هم و علائمی که براش استفاده شده، علائمیه که خیلی هاش ابداعی بوده ولی نزدیک به شکل اصلی اون سازها هست، به خاطر همین خیلی کمک میکنه به نوازنده ها که بتونن راحت تر اینا رو انتخاب کنن و اجرا کنن بر اساس این علائم. و خوندن نوشتار هر صفحه هم به خاطر پیچیدگی به نظر من خیلی چالش برانگیز بود، مخصوصا برای نوازنده در دفعات شاید چند بار اول تا سوم چهارم باید بررسی کنه، مخصوصا خیلی جاها برای اینکه فضای مرده رو حذف کنه چینش و ترتیب پارتیتور به هم ریخته، نه اینکه به هم ریخته باشه تغییر کرده، و این خیلی خودش چالش برانگیز بود و جالب بود، شاید در نگاه اول برای نوازنده سردرگم کننده باشه. همینطوری که میبینی توی این تصویر که بخشی از نوت قطعه هست، توی بالاترین قسمت ما نوشتار صداهای الکترونیکی رو داریم که از نوشتار مختلفی استفاده شده، در واقع این اشکال گرافیکی مختلفی استفاده شده. من فکر میکنم که این برداشت‌های تصویری خود اشتوکهاوزن از این صداها بوده که فوق‌العاده به درک نوازنده کمک میکنه. من خودم کاملا میتونستم پارتیتور رو از روی این پیگیری کنم و خیلی عجیبه واقعا. اگه این قطعه دوستان نشنیده باشن پیشنهاد میکنم با پارتیتورش حتما پیگیری کنم و از روی صداهای الکترونیک جلو برم. و در مورد زمانش توی قسمت بالایی همونطور که میبینید یه سری اعداد با پریم و زگون مشخص شدن که اینا در واقع همون دقیقه و ثانیه ها رو مشخص میکنن که هر اتفاق صوتی دقیقا در چه ثانیه‌ای باید رخ بده. و پایین تر در این قسمت ما طول اون رخداد رو میبینیم، یعنی بالا برای کل قطعه هست اما پایین تر به ما میگه که این رخداد مثلا تا 6 ثانیه و 400 ثانیه طول میکشه. یه سری اعداد بدون علامت پریم یا زگون اومدن اینجا که نشون دهنده طول نوار ضبط صوت هستن، چون به وسیله این نوار ضبط می‌شده صداها. و اونا هم خیلی برای من جالب بود که مثلا هر ثانیه از این اثر اگه اشتباه نکنم حدود 35 سانتی متر اینجور چیز بود. حالا من میتونم جلوتر بیارم. و حدود 9، بله 9، که شاید مثلا 35 سانتی متر طول نوار یک ثانیه بشه که این اعدادم آورده. حالا من دقیقاً کاربرد اینو نتونستم متوجه بشم، شاید برای اجراهای
بعدی مورد استفاده بوده برای کسانی که بخوان اینو ضبط کنن. اما از نظر دینامیک هم سه تا رویکرد متفاوت داشتش تو کاوزن. یه رویکردش همون استفاده از دینامیکای پیانیسیمو تا فورتیسیمو، حتی فورتیسیسیمو استفاده شده که کاملا مرسومه. یه رویکرد دیگه هم ضخامت خطا هست که اون هم تا حدودی مرسومه و هنوز هم استفاده میشه و قدیمی بوده. ولی یه رویکردی که به نظر من خیلی نوآورانه بوده استفاده از نوشتار ویژه اصوات الکترونیکه که یه اعدادی در پرانتز مشخص میشن، مثل مثبت 6 مثلا، که در واقع شدت صدا رو بر حسب دسیبل مشخص میکنن و اینا این سه تا رویکرد همزمان با هم کنترل میشه توی پارتیتور. یعنی اون جایی که بر حسب دسیبل ما صدای بالایی داریم کاملا دینامیکای سنتی هم اونجوری نوشته شده، یا ضخامت و خطوط هم در دقیقا اونجوری رعایت شده نوشتارش. همونطور که میبینید اینا رو در کنار هم استفاده کرده. یه مورد دیگه که توی نوتاسیونش داریم استفاده از اعداد رومیه، برای اینکه 4 تا بلندگو توی این اثر استفاده کردهش تو پاوزن که هر کدوم از اینا رو یه جایی در سالن قرار داره. همونجور که میبینیم شماره 1 سمت چپ، شماره 2 روبرو، شماره 3 سمت راست و شماره 4 پشت سر نوازنده ها قرار میگیره. این به همون درک صوتی بهتر به نظر من کمک میکنه و یک صدای سبودی بهتری رو کمک میکرده که نوازنده ها داشته باشن هنگام اجرا از صداهای الکترونیک، و قطعا روی درکشون از موسیقی و اجرای خودشون تأثیر میذاشته. و یه سری علائم خاص مثلا همون بالا، همون بلنگوی 1:3 به این معنا که صدای نوار از سمت چپ و راست پخش میشه، از هر دوش پخش میشه، یا اینکه یه لایه از سمت راست و لایه دیگه از سمت چپ پخش میشه، یا اینکه اینجا از این فلش استفاده شده به معنی اینکه صدا چرخش میکنه بین بلنگوی شماره 1 و 3، یا جابجا میشه، عذر میخوام، اینجا روتیشن به معنی همون چرخش صدا بین بلندگوها هست که باز میبینیم بین بلندگوهای مختلف کاملا مشخص شده که چرخش میکنه، و زیرش همون تصویر صوتی صداهای الکترونیک رو ما میبینیم که وجود داره. بازم اصطلاحات مختلفی استفاده شده، مثلا صدا از یه بلندگو شروع میشه بلافاصله به بلندگوی دیگه میاد که مثل صدای پیچیدن صدا توی حموم میمونه، خیلی زود دیلی شما میگیریم. توی بعضی از قسمت‌هاش یه نکته جالبی که داره در مورد بلندگوها اینه که مسیر این کانال‌های صوتی با اشکال گرافیکی کاملا مشخص شده. ببینید اینجا ما می‌بینیم این مسیرهای مارپیچ صداهای الکترونیک هستن که این بلندگوها 1, 2, 3, 4 این مسیر براشون مشخص شده که یک صدا دقیقاً چه مسیر رو میره و طی می‌کنه، و هر 4 تا صدا مشخص شدن دقیقاً. بازم یه اصطلاح دیگه به معنای چرخش صداها که بازم میبینیم اینجا هم به صورت تصویری نشون داده شده، هم اصطلاحش نوشته شده. و اینکه در زیر قسمت صدای الکترونیکی ما سازهای پرکاشن رو داشتیم و همینطور پیانو رو. برای پرکاشن از علائم مختلفی استفاده شده، ولی خیلی سعی کرده که الان به خود ساز نزدیک باشن. مثلا حالا من دیگه چیز نشه کامل نمیخوام توضیح بدم، ولی بعضی هاشو که جالب تره توضیح میدم. مثلا یه های هات رو اینجا میبینیم که چه علامتی براش استفاده شده، یا یه سنت چجوری استفاده شده، یا یه بانگوی برعکس شده که توش چند تا تعدادی لوبیا قرار داره، یا تام تام، و یا استفاده از استیک ها یا همون چوب دستی ها برای زدن پرکاشن ها که البته از علائم مرسوم اینجا استفاده شده درش، یا علائم مثل سرعت رو تا جایی که نوازنده میتونه زیاد کنه
که البته از دو تا علامت استفاده کرده براش. یه نکته دیگه که قابل توجهه اینه که پرکاشن ها برای هر دو تا نوازنده قرار داده شدن، چون این کار صدای الکترونیکی از نوازنده ها، و همونطور که میبینیم برای هر دو تاشون از پرکاشن ها استفاده شده. هم نوازنده پیانو هم باید علاوه بر کار خودش کار پرکاشن هم انجام بده، و برای خود پیانو هم از یه سری تکنیک های مرسوم استفاده کرده. در واقع من فکر می‌کنم نوآورانه ترین بخشش همون صداهای الکترونیکی بوده، بقیه تکنیک ها و علائم مرسوم بوده. مثلا اینجا گلیساندو یا گلیساندوی همراه با کلاسر رو ما می‌بینیم که ازش استفاده کرده، و یه سری اصطلاحاتی که توضیح دادم، مثلا تا جای ممکن نوازنده باید تند اجرا کنه. این بود حالا اون چیزی که من از نوت‌نگاری این قطعه دستگیرم شد. البته سعی کردم خیلی سریع و خلاصه من اینو توضیح بدم که حالا وقت عزیزم گرفته نشه. در خدمتتون هستم. ممنون حامد جان، مرسی. من این قطعه رو خوب میشناسم و رو کار خودم هم خیلی اثر داشته، و من که تنها نبودم، همه شاید خیلی آدم های زیادی روشون اثر زیادی داشته، ولی خیلی هم یاد گرفتم از گفتار شما، ممنونم. مرجعهایی که استفاده کردین چی بودن؟ من فکر کنم این بیشتر، من خیلی نمیتونیم بالا صحبت مشخصا راجع به کار شما بخوایم صحبت کنیم یا بخوایم چیزی بگیم، ولی بیشتر شاید یه محاوره‌ای با هم داشته باشیم راجع به کارتون. چه مرجعهایی رو استفاده کردین که این کار رو بشناسیم؟ توضیحات ابتدای قطعه بود که اون خیلی بهم کمک کرد، و بعدم یه سری پژوهش رو من دانلود کرده بودم که الان میتونم لیستشون رو بیارم و چند تاشون رو بگم خدمتتون، ولی یه سری تحقیقات اینترنتی بود در واقع که اگه لازمه من بیارم اسمشون رو اضافه کنم. میخوام اصلیاشو بدونم، به خاطر اینکه خب این قطعه خیلی اثرگذار بوده و اصلا تو زندگی خودش تو کاوزن هم خیلی اثرگذار بوده، یعنی شاید قطعه که میشه گفت همه یه کارهای دیگه‌اش برمیگرده به این قطعه، و آنالیز زیاد شده. اون نوشتهش رو هات تایم پاسز رو خوندین؟ نه اینو من نخوندم، فکر نمی‌کنم. آره اگه اون خیلی کمک میتونه بکنه، به خاطر اینکه تمام ایده های چه رابطه بین الکترونیک و سازهای آکوستیک و چه کلن کانسپتی که استفاده میکنه برای آهنگسازی توی هات تایم پاسز، که درست در همون زمانی که این قطعه داشت مینوشت نوشته شده، توضیح میده و میتونه خیلی کمک بکنه. و چرا اینو من میگم، این که خیلی زیباست که شما این کار کردین، به نظر من خیلی کمک میکنه. ادامه این کار به نظر من اینه که شما حالا بیای اینو یه مقدار آنالیز بکنین خود قطعه رو، و با در کنار صحبت این که این چطور نوتیت شده، ما بدونیم که چه چیزهایی رو روش تمرکز کرده بوده، به خاطر اینکه خب نوت دو تا کار انجام میده، یکی این که یه حرفی با نوازنده گفته میشه، حالا شاید خواننده، ولی یکی این که داره داکیومنت میشه، داره نوشته میشه که اصلا این قطعه چطور روندش بوده و طوری که این قطعه درست شد. وقتی ما الکترونیکش رو نمیدونم خوندین راجبش که چطوری این الکترونیکش درست شده، که تیکه تیکه اینا تیپ رو به هم چسبوندن، یعنی کاری که ما الان میشینیم با کامپیوتر در عرض دو ثانیه مثلا چه میدونم یک دقیقه درست میکنیم، و یک دقیقه کار اونا چندین ساعت اگر نه یک روز دو روز طول میکشه. و یه چیزی هم داره که میگه شتوکهاوزن نوشته، میگه که ما وقتی که اینو درست کردیم چه گفت مثلا که چندین ماه اینا تمام داشتن سپلایس میکردن تیپ تو هم دیگه. بعد میگه من وقتی که کامل درست شد گوش کردم، رفتم خونه سه روز دیپرس شدم، خوابیدم، بعد اومدم به کرنی گفتم که بعد از اول دوباره همه رو انجام بدی، چون و بالا داستانش یه ذره داستانی هست، ولی کن ایده این که
اینا نمیدونستن به کجا دارن میرن. یه سری ایده هایی رو میذاشت روی صفحه واسه خودش، یه فکرهایی رو میساخت، ولی انقدر مثل آهنگسازی با شکل آکوستیک نمیتونست واقعا فکرشو بکنه بدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد. برای همین حالا تو نوشتاراش، توی پارتیتوراش، من بیشتر ایده ها رو میبینم که ایده هایی که در فکرش بوده. مثلا یه مسئله دیگه، ایده های spatialization یا استفاده از فضا، این حرکت فضا رو اون میتونه بنویسه اونجا، ولی دو سه نفر بیشتر اون وسط بیشتر اینو حس نمیکنن. کسایی که دور نشستن مثلا یه ذره موقعیتشون فرق داره، یک حرکت دیگه ای میشنون، ولی حرکت میشنون. یعنی موضوع اینجاست که بیش از این که دقیقاً بگی که این حرکت ها کجا داره میره، مثلا اینجاست که حرکتی وجود داشته باشه. حالا گذاشتن سپیکرها هم خیلی عوض شده به شکل های مختلف. بعضیا اون حالت جلو رو میذارن، میذاشتن، ولی الان خیلی هم چهار کانال استفاده میکنن تو تمام سالن. به نظر من بهترم کار میکنه. من خیلی دوست دارم ببینم شما با این ایده ای که حالا شروع کردی و استارت کردی، ولی خب بعد بدونی که منبع خیلی زیاد هست راجع به این کار و چندین مقطع کار هم هست که خیلی مهمه. یه دونه هست فکر میکنم 11 دقیقه و چند نبه، حتما خوندین راجبش، که این صداهای یک صدای الکترونیکه که یواش میشه با تیپ، یواش شده از پیچ ما میرسیم به ریتم، یه حالت آروم میاد، یه گلیساندوی شنیده میشه، بعد از هم فاصله پیدا میکنن، دونه 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 ما میشنویم تک تک صداها را. که خب خودش راجبه این قطعه، این لحظه خیلی صحبت کرده و بعد دلم میخواد، نمیدونم، شاید هم نوشتی توی چیزتون که یه تعدادی این قطعات، این جاهایی که برای خودش دوکهاوزن اینقدر مهم بوده، ما ببینیم تو پارتیتور چه شکلی اینا رو باش برخورد کرده و خواسته اینا نشون بده. دوباره این ایده رو در فکر داشته باشین. شما بیشترم فکر میکنم تمرکزتون این بوده که نوازنده به چه شکلی با این رابطه برقرار میکنه. کلن خیلی خوب بود. من دوباره بگم خیلی لذت بردم که این کلماتو به فارسی خوندم. من کمتر به فارسی به راجب موسیقی مدرن خوندم. خیلی لذت بردم از خوندنش. لطف کردی. اگه دوستان دیگه صحبتی هم دارن بفرمان. لانه بفرمان پدمان جو. من یه سوال دارم در مورد اون قسمت که ترتیب سپیکرها رو که نوشته بودی، یک بله. چپ، دو وسط، سه راست، بعد چهارمی گفتی پشت نوازنده ها یا پشت شنونده ها؟ نه، پشت نوازنده ها، اون چیزی که من ترجمه کردم البته. ولی نوازنده، چون من اجرای تصویری از این ندیدم واقعیتش، توی یوتیوب اجرای پارت رو دیدم با صدا. اوکی. بعد پیانوها الان من یادم نیست دقیقا امپلیفای هستن، درسته؟ بله. اوکی. حالا این مشکل فیدبک من نمیدونم دقیقا، یعنی سوال اومد تو ذهن من این قضیه که من خیلی خیلی برام جالب بود که پشت نوازنده ها چهارم میتونید سومی بچه. آره نمیدونم، حالا یه سوال اومد تو ذهن من اینطور. علاوه بر اینا یه میز چرخشی هم داشته که حرکت میکنه و من فکر میکنم شاید به خاطر همون فیدبک ها، شاید به خاطر اون نویز ها از این استفاده، نظر من شاید به خاطر اون این چرخش رو داشته بیشتر از این که بخواد مثلا عمق صوتی ایجاد کنه یا فضای صوتی ایجاد کنه، شاید به خاطر این بوده. حالا من یه دقیقه سریع یه چیزی بگم. چیزه همون چیزی که تو گفتی، من یه جای اگه اشتباه نکنم خوندم که بین این دوتا ورژنی که یه دونش با فقط الکترونیک بوده، یه دونش با پرکاشن، یه اتفاقی میفته که قطعه از 5 کانال 4 کانال میشه و حالا الان دقیقا یادم نمیاد که یه، یعنی اشتوکازن هم راضی میشه، یعنی میگه که مثلا که 3 تا جلو بوده 2 تا عقب،
بعد میشه 1, 2, 3, 4 بعد مثل اینکه دیگه اسکور رو اشتوکازن عوض نمی کنه. بعد یه چیزی هم که خیلی تو این اسکور برای من جالب بود، حالا ممکنه کمکی بکنه، اینه که اسکور ما همیشه عادت داریم که برای نوازنده باشه. این از اون تیپ اسکورهاییه که هم رسپیه ساخت تیپ، هم رسپیه ساخت این اسپیشیلیزیشن، هم برای نوازنده است. یعنی این دوتا رو آورده یکی کرده. خیلی چیزه برای من جالب بود. خب اگه کامنتی دیگه ای نیست، من این نوشته هات تایم پاسز هم برای شما گذاشتم توی چت. خیلی لطف کردی، چشم حتما. این شما لذت میبری از خوندن این، چون قطعه دیگرش هم توضیح داده، ولی خیلی اثر میذاره رو فهم راجع به قطعه کانتکت. خیلی عالی، مرسی مرسی. خب ما برای اینکه با زمان از دست ندیم، نفر بعدی ما مسعود هست. مسعود تو میخوای قطعت رو پخش کنی یا اینکه میخوای فقط اسکور رو نگاه کنی؟ من اول راجع به اسکور توضیح میدم، اگر که موافق بودیم پخش، اگر زمان بود موافق بودیم باید پخش میشه، اگر نه که پخش نه. یا اینکه از استاد یادگاری بپرسیم که حالا شما چی نظری دارین؟ من اسکوری ندیدم، من فقط مکس پچ رو دیدم و قطعتون هم گوش کردم. باشه. بله. حالا یه سری استایت هست که من نمیدونم اگه موافق این یه سری توضیح بدم راجع به قطعه و ساختارش. بله بعد خیلی خوب. اگه نسیم جا میشه من خودم شیر کنم، چون حرکت موس بهم کمک میکنه سریعتر برسونم منظورم. الان صفحه شیر شده؟ خب ببخشید من یه دفعه شروع کردم صحبت کنم. اول سلام بکنم، من مسعود خردادم، چون با آیدی سحر اومدم اسممو گفتم و خیلی باعث افتخارمه که در خدمت آقای یادگاری هستم و از NMC عزیزم تشکر میکنم که این فرصت رو برای ما فراهم کرد. و یه تشکر جانانه هم از پدرام جان و سهراب جان، چون من اینو زمانی نوشتم که با سهراب پدرام دو ترم قبل کلاس داشتیم و خیلی از چیزایی که به من آموختن استفاده کردم. خب این قطعه رو من با بیت شعری از شاملو که باز یک صدای پچ پچ داره گفته میشه، خونده میشه، یعنی یکی از متریال های اصلیم اینه: روزگار غریبی است نازنین، تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند و ترانه را بر دهان، که با صدای پچ پچ بینید روزگار غریبی است با یه همچین تونی. خب اینجا ما یه من یه طرح گرافیکی تقریبی دارم که نشون بدم چه اتفاقی داره میفته. قطعه اینجوری شروع میشه که من اون فایل صوتی رو به یه سری حروف از توش انتخاب کردم و توی این لاین 4 این حروف رو دارم طبق یک پروفایلی میارم، به این ترتیب که از حروفی مثل ق گ اینا اتک های خیلی کوتاه دارن و بعدش کانتینیونتی به اون صورت ندارن، رزونانسی ندارن، از اونا شروع میکنم و میرم به سمت، در نهایت در انتهای پروفایل میرم به سمت حروفی مثل ز، ایس، اینهایی که خودم هم استرچشون کردم که این سر و اون سر پروفایلم رو توش اغراق کنم.
استرچ شدن و اینها خب صداهایی هستن که کشیدن و پارشالای بالای اسپکترومشون بیشتر فعال هستش، یعنی انرژی بیشتری اونجا هستش و اینجا هم میشه مثلا یه تغییر حدودی از انولوپی داشت که توی این پروفایل داریم. از اینجا که حرکت میکنه از این شماره یک برای مثال G، میبینیم که یه اتک اینجا داریم و بعدش چندان چیزی نداریم. محل بعدی مثلا حرف که به همراه صدای او کو، اینجا علاوه بر اون اتکی که اینجا داشتیم خب یه رزونانسی هم داریم. حرف بعدی مثلا نا، اینجا خیلی شروع آنست ما خیلی نرمه، اصلا اتک خیلی سافت میشه و بعدش اصلا اون قسمت کانتینیونتش غنیتر میشه به نسبت قبلی، چون میگه نا این واسطه پچ پچم که هست و آش خودش اصلا یه بخشی میشه. من حرف ج رو هم توی این دسته سوم گذاشتم. ج هم اتک داره مثل قبلی ها ولی پارشاله بالاش خیلی غنی‌تر و انرژی بیشتری داره و کانتینیوتش هم اونقدر طولانی‌تر به نسبت مثلا کو قه. پس این دسته اول دوم، این دوتا سوم. دسته چهارم حروفی مثل ز که گفتم خودم استرسشون کردم و یه انولوپ اینجوری دارن که خیلی تدریجی این کانتینیونت ما وارد میشه و خارج میشه. حالا توی این حرکت، این حرکت داره با یک فرایند رندومی پیش میره به این شکل که احتمال حروفی که من تو هر قسمت میخوام بیشتر شنیده بشه بالاتره و به تدریج احتمال این حروف اولیه میاد پایین، احتمال حروفی که میخوایم بهشون برسیم میره بالاتر. هم رندوم سلکشن هست بین اینها، همین که خب احتمالات عوض میشه. دارم در مورد پچ مکس دارم صحبت میکنم دیگه، این قطعه توی با پچ های مکس ساخته شده. حالا توی این پروفایلی که داریم پیش میریم، از زمانی که نوتای کشیده بیشتر شنیده میشن دو تا اتفاق میفته که یکیش خودش یه کانتور دیگه اینجا هست. اینا گرین هایی هستن که من ساختم که اولین گرین هایی که میشنویم مثلا با تکرار کو هستن به این شکل. بعد گرین دسته دوم که لاین هفتمون هست، اینجا دیگه فقط با یه تک حرف نیست، این گرین ها رو من با همون فایل خواندن شعر ساختم، در نتیجه فقط یه حرف نیست، اسپکترومش یه ذره غنی‌تره و رنگاش متنوع‌تره و صداها هم به همدیگه پیوسته تر میشه. اینا هم بگم که همزمان با کشیده شدن حروف من پیوسته تر شدن صداها رو هم مد نظر داشتم که به همون کشیدگی دیوریشن نزدیکه و اینو توی گرین ها در نظر گرفتم که این سنوگرینی که اینجا آوردم به تدریج اینا دونه هاش به هم نزدیکتر میشه، گرین سوم هم باز نزدیکتر میشه و اسپکترومش باز غنی‌تر میشه. اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که اینجا من یه فلنجر افکت اضافه کردم به صداهای کشیده و نرخ فلنجر هم طوری هستش که چجوری بگم، از یه صدایی مثل حبابای آب توی رجیستر بالا که اینا هم واسه من باز تداعی کننده دونه هایی هست که ولی این دفعه با هم اوورلپ دارن خیلی، که بعد من این افکت رو توی این لاین پنجم تقویتش کردم. اومدم اسپکتروم صدای پچ پچ رو پارشالات رو اول که آنالیز کردم، بعد قسمت هایش رو انتخاب کردم، پارشالاش رو خیلی فشرده کردم در حد دونه های ریز، بعد از توی اینا جسچر در آوردم، اینا رو ترانسپوز کردم، فلیپ کردم، رو هم انداختم، خلاصه یه بافتی تشکیل دادم و از توی اینا هم یه سری جسچر در آوردم که حالا بالا رونده پایین رونده که توی اسپکتروم حرکت میکنه، که اینو تکمیل کننده یه فضایی که فلنجر ها ایجاد میکنن گذاشتم. از طرف دیگه توی این قسمت وقتی که ما میرسیم به این صداهای کشیده یه همچین اسپکترومی داریم.
اینجا که من صدا هم همونطور گفتم استرچ کردم، این پارشال های استرچ شده و فشرده توی منطقه صوتی بالا گوش منو لینک کرد به صدایی که اینجا ازش مس ساختم. حالا این صدا چیه؟ من کم کم که توی این پروفایلم به سمت مثلا کشیده میرفتم پارشال بالا، دلم میخواست یه مس پیچیده و حجیمم بیارم که انگار تکمیل کننده این حرکت باشه یا یه اوجی باشه برای این حرکت. اومدم روی سیمای پیانو با قاشق گلیساندو دادم که این قاشقه کمک میکنه نویز بیشتری بده و این گلیساندو هم باعث میشه اسپکتروم فراوون داشته باشیم دیگه. اون وقت از این اسپکتروم هم یک لحظه یا که صداشو دوست داشتم فریز کردم. اون اسپکتروم فریز شده رو که مثلا میشه توی این ستون مثالشو دید، آوردم توی ساختاری که پلی میسازه، یعنی اسپکتروم ها رو میشه همزمان شنید و اینو با انولوپ های رندوم و ترانسپوزیشن های رندوم کم کم به سمت یک مس خیلی حجیم و پر انرژی بردم که همطور که توی اسپکتروگرام میبینی، این در واقع اگر که باند های خیلی باریکی از فیلتر شدن نبود که جزء خود اسپکتروم هستش، چیز شبیه وایت نویز میشد، ولی به خاطر وجود اونا و انولوپ های تصادفی این اتفاق نمیفته. حالا پس نوت های کشیده از طرفی منو به این برد، از طرفی هم خواستم که این پارشاله بالا رو بازی مقدار تقویت بکنم. اومدم باز از آنالیز اسپکتروم هم باز ترکیب کردم، دوباره اینها رو با هم دیگه پارشاله یا انتخاب کردم و از تک نوت ها به سمت آپورت های چند نوتی رفتم تا کلاستر های پیچیده که این حرکت رو به اوج مسم هم تقویت میکنه، اون مسئله پیچیده ای که اینجا دارم. پس وقتی رسیدیم به صدای کشیده دیگه کم کم وارد این مسئله میشیم که کم کم رشد میکنه و همراه با این کلاسترها شنیده میشه. در انتها یه فید اوت داریم توی این مسئله و اون از اونجا حرکت کردم به سمت مسئله دیگری که بسیار نرمتر از این هست و با همون صدای پچ پچ ساخته شده. و وقتی که این مسئله خیلی نرم پیچیده هست ولی خب خیلی هارمونیستیش به نسبت این یکی خب بالاتره و اینکه خب صدای واضح تریه، این از رندوم سلکشن اون صدای پچ پچه که داره شعر رو میگه بر روی هم قرار دادن اونا همزمان کردنش ساخته شده. این قسمت هایی که انرژی بیشتر هستش اینا بیشتر از همون اتک های اولیه میان، یعنی وقتی اینو میشنویم اون اتک های اولیه قه اینا تو این خیلی رو سطح این انگار دارن همینجوری حرکت میکنن. اینا رو که من شنیدم در ادامه همین چیزی که رو سطحش داشت شنیده میشد و من برای بخش پایانی قطعه آوردم و باز با رندوم سلکشن اینها رو توی بخش پایانی به صورت یک بافت کاملا مونوفونی اینجا آوردم. همین، مرسی. این توضیح برقیته بود. البته آقای یادگاری، من ورژنی که برای شما فرستادم دو تا از این پچه ها رو نداشت، یکی اینی که شبیه فلنجر قرار صدا بده، یکی همین کلاستر ها. این دوتا رو من بهش اضافه کردم. آره، یه نگاه کلی هم به پچ اگه بندازیم، اینجا پچی که ساختم، حتی چون فکرم از ظاهرش خیلی چیزی دستگیرمون نمیشه، من اون طرح‌ها رو ساختم، ولی کلن اینجا ما 8 تا پچ داریم که اینجا پچ به نحوی ساخته شده که اینجا استارت رو که بزنیم دیگه تا انتها میره و تمام رندوم پروسس هم کارشون رو انجام میدن و در پایان هم متوقف میشه وقتی به پچ 9 برسیم، اینجا به پایان میرسیم. به این شکل. مرسی که گوش دادیم و مرسی که وقت میدادیم. مرسی.
مرسی. بحث های زیادی میتونیم بکنیم، ولی من اول دو تا سوال از شما بکنم. یکی اینکه یه مقدار بک‌گراندتون توی آهنگسازی و تو الکترونیک، که الان چند وقت کار میکنین، کار غیر الکترونیکتون چی بوده، کار الکترونیکتون چقدره و چند وقت الان دارین با الکترونیک کار میکنین؟ من ارشد آهنگسازی هستم و توی ارشدم خیلی روی الیوت کارتر کار کردم و کارشو یکی از کارشو آنالیز کردم که تا حالا آنالیز نشده بود و خود بخش عملی رو هم بر اساس رویکرد الیوت کارتر با هارمونی ساختم، ولی از متریال موسیقی ایرانی استفاده کردم. یعنی من ست هامو طوری انتخاب کردم که ایرانی صدا بده و کارهایی با ست هام کردم که از اون چیزی که حالا تو گوشم بود از ایرانی صدا بدن خارج نشه، ولی خب خیلی گوشیدم و عقیده ندارن که ایرانی داره صدا میده. اما من موتیفامو از جاهایی از موسیقی ایرانی، مثلا یه تیکه از آواز شجریان که دوست داشتم انتخاب کردم و بعد دیدم که چه گوشه یا فلان. خلاصه کار ارکستریمو بیشتر با روی کرده الیوت کارتر به هارمونی و همچنین با ایده گرفته از روی کردش به فور که چند تا لاین رو هم میدونم. من هم سه تا لاین داشتم که هر کدوم سرعت خودش رو داشت و هر کدوم هم رجیستر خودش رو داشت و ست های مخصوص خودش رو، سه تا لاین مستقل باشن که پیش میرن. این کارم بود و حالا تو همون دوره دانشگاه همه کار الکترو آکوستیک ساختم، ولی کاری که اینجوری با مکس یا نفس مشابهی باشه که پروگرام بهش بدم به این شکل رو پارسال با کلاسای سهراب عزیز که همجا هستش شروع کردم. قبلش کارهای الکتروآکوستیک می ساختم، مثلا یه کار رفتم افکت های گیتار فلامنکو رو ریکورد کردم، بعد اونا رو پروسس کردم و از چیزهایی که ریکورد کرده بودم متریال های جدید ساختم و به این شکل کار کردم الکترونیک. ولی کار با مکس رو فکر میکنم یک سال و نیم باشه که انجام متوجه شدم. خیلی قطعه خیلی زیبای، قطعه انرژی خیلی خوبی داره و خب من نمیدونستم که، چون ندیده بودم این پرزنتیشن شما رو که این بر اساس حالا یا گرفته از شعر شاملو هست، ولی توش شنیدم، یعنی و شنیدن اون به شکلی که شنیدم برام خیلی جالب بود. برای همین نمیدونم این راه حلش چیه، ولی ندونستن این که این بر این شعر اساس شده یا یعنی که استفاده شده کمک کرد به قطعه به من، به خاطر اینکه وقتی که یه دفعه مشهود شد اون اول آدم میشنوه کانسوننس ها رو میشنوه میان بعد شکل میگیرن، بعد اولین جاهایی که آدم شروع میکنه صدای زبان میشنوه که اون زبان شروع میکنه خودشو مشهود کردن، همین کلمات در اومد و خب این انقدر مشهوره، برای منم خیلی سریع متوجه شدم که از این استفاده کردین و خب اون خیلی حرکت جالب بود و شاید دلم میخواست حتی بیشتر از این استفاده میشد، از این ایده این که ما به این کلام میخوایم برسیم. حالا آیا به نظرم میاد که هست با تمرکز شما این بوده که این شعر را برسونین، که این شعر خب انقدر هم معنی داره و انقدر حالا معنی های به شکل مختلف خودش با خودش میاره در چه زمانی گفته شده و چقدر هم وصل میشه به زمانهای مختلف و یه معنی جدیدی به کار شما میده. از نظر تکنیک هایی هم که استفاده کردین، خب موسیقی الکترونیک یه چیز جدیدی با خودش میاره که اجازه میده که اصلا الگوریتمیک فکر بکنید و خیلی کمک بیشتری به فرم میکنه اگر ایده الگوریتم در فرم شما هم اثر گذاشته باشه. یه چیزی که من کمی برام کم بود داشت این شنیدن یه فرمی که منو بکشه نذاره من بفهمم این فرم وجود داره، ولی میدونم وجود داره. منظورم اینه که تایمینگ های شما من حس میکنم، مطمئن نیستم اینو شما با من بگی، که بیشتر حسی بوده، بیشتر اینا رو شما ساختین، پلا هم گذاشتین و دونه دونه زمان رو پیدا کردین.
این باید یه فرم بالاتری بگیره که اون حالا هر سریزی باشه به هر شکلی که بخوایم بگیریم، فرض کنید فیبوناچی سریز باشه، فرکتال میتونه باشه، میتونه حتی یه فرمول ساده باشه که شکل فرم شما رو مشخص بکنه. این به دو شکل میتونه کمک بکنه. یکی این که زمان بندی شما رو بهش کمک میکنه، چون از نظر ساختار صدا ما میشنویم این حرکت رو از اول تا آخر که سپکتروم پر میشه، این مشخصا باش رابطه برقرار میکنیم، ولی از نظر زمان این حس دقیقا نداریم که زمان به چه شکلی داره شکسته میشه و چطوری ما نظر عمودی این ساختار رو میشنویم، ولی از نظر افقی ساختار رو نمیتونیم حس بکنیم تو زمان که پیش میریم. بعد مسئله دیگه استفاده از صدایی غیر از صدای بشر بود. اینکه من نمیدونستم که صدای مثلا پیانو رو استفاده کردن یه صدای دیگه اومده بود. این جزئی محدودیتی که شما باید از قبل تصمیم میشه بگیری، که مخصوصا این که خیلی کمک میکنه خط بین محتوا و فرم خودتون رو بکشید که چی رو داریم به عنوان محتوا متریال به انگلیسی میگن ازش استفاده میکنین و چی رو استفاده میکنین که فرمتون رو بسازین. و خب توی موسیقی مدرن مخصوصا موسیقی الکترونیک خیلی کمک میکنه که این دوتا به همدیگه وصل باشن، یعنی بر اساس فرمی که محتوایی که انتخاب میکنی که به نظر من محتوای شما اون شعره، و وقتی با اون شروع میکنیم چطوری توجیه میشه که صدای پیانو یا یک صدای دیگری وارد کار بشه. این بایسته که تو فکر شما یک دلیل و یک معنی داشته باشه که بتونه وقتی که میسازین کارتون رو بدونین که چجوری اینا با هم رابطه برقرار میکنه، چون تقریبا مشخصا تو قطعه یک دفعه مشهود میشه ورود یک صدای دیگه. ولی من فکر کردم که اینا را با تکنیک های مختلف درست کردین، از تکنیک هایی که توی حالا چند تا تکنیک هم شنیده میشه، تکنیک استفاده از گرینتون شنیده میشه، تکنیک استفاده از لوپ های خیلی خیلی کوتاه و استرچ کردن صداها، اینا شنیده میشه. کمی بایسته که اینا نقاب روش کشیده بشه، یعنی اینکه نباید مشخصا ما تکنیک رو بشنویم، ولی شاید الان شما هی بیشتر داری آشنا میشین با این کارها، یه حالت اتود داشته برای شما اینا رو گرفتیم، ولی مطمئنن میتونیم به جای برسیم. من یاد قطعه ویساژ بریو انداخت، اینم میذارم، نمیدونم قطعهشو میشناسین یا نه. این امیدوارم بتونین بهش گوش کنین، چیز AAC چیز اپله، ولی شاید بتونین گذاشتم دکودش بتونیم بکنی. این قطعه که قطعه کوتاه یعنی خیلی بلند نیست، ولی کن قطعه که یکی از اولین قطعه های الکترونیکی که بریو با شروع کرد به کار، که بر روی صدای کتی بربریانه. کمی قطعه مسئله داره، بعضی ها میگن زن ستیزه را به خاطر رابطه بریو و کتی بربریان بود، ولی از صدای تنها چیزی که تو این استفاده شده صدای کتی بربریانه و حرکتی که چطوری حرکت میکنه از صداهای کشیده و صداهایی که تنین دارن و قسمتهایی که کانسوننس هستن. همین کارهایی که شما هم کردین، شما از کانسوننس شروع کردی، بعدن ما صدای شنیده رو درونش میشنویم و در اون زمان یه دفعه معنی خودش نشون میده. این جمله اول ویساژ هم دقیقا همینه که بر اساس کلمه پارول یا کلام، و هی ما رو میکشه تا کلمه پارول گرفته میشه، گفته میشه. یه فرمش هم یه فرم خیلی خیلی قویه، ولی خب کمی دوباره مسئله داره به خاطر شکلی که صدای زن رو درش نشون میده،
حالا شما هم گوش کنیم، برای من یه قطعه خیلی مهمیه تو موسیقی الکترونیک، ولی فکر میکنم که تو روندی که دارین پیش میری میتونه یه ذره ایده های جدیدی بهتون بده. مسئله بعدی، میدونم وقتمون تموم شده، ولی که صحبت بعدی اینه که حالا اگه برای این که پوشیدن این تکنیک ها، حالا یا پوشیدن یا کمی عوض کردن، که اون استفاده از یک روند الگوریتمیک، روندی که به شما بگه که چه تکنیکی رو در کجا برای چقدر زمان و با چه پارامترهایی استفاده بکنین، این یه ساختار بزرگتری رو قطعتون قرار میده. اون کمک میکنه که هم این تکنیک ها کمتر به عنوان تکنیک شنیده بشن، همین که ممکنه بهتون بگه که استفاده از یک لیر دیگه در اون زمان میتونه کمک بکنه، ولی اون یک مسئله ساختار آهنگ سازی کاره که خود شما باید تصمیم بگیری. ولی من فکر کردم که به ویساژ اگه گوش بکنی شاید یه ایده جدیدی بهتون بده برای قطعه بعدی یا کلنی هر کاری که داری میکنی. ولی ممنونم، خیلی هم قطعه زیبایی بود، گوش کردم، خیلی هم خوشحالم که ببینم موسیقی الکترونیک اینطوری تو ایران داره استفاده میشه. مرسی از لطفتون، خیلی محبت کردید، مرسی از همگی. مرسی، مرسی، خیلیم عالی. خب نفر آخر ما شایان هست. شایان تو میخوای خودت صفحه شیر کنی یا اصلا چیزی واسه شیر کردن داری؟ همون فایل رو یه نگاهی شما اگه لطف کنین خیلی بهتر میشه، چون من اینجا دسترسی ندارم بهش. آره ممنون میشه. خب اولا سلام، و اینکه دوست داشتم بگم که چقدر من لحظه‌ای که این اتفاق افتاده خوشحالم، و تا قبل از این روپام داشتم این برنامه رو نگاه میکردم، چون احساس میکنم امروز میتونه روزی باشه که خیلی از ایده های من بتونه مسیر درست خودش رو پیدا بکنه. قبل از این من فقط دوستان از شما بپرسم که آیا اون تا چه حدی اون متن و اون مثال ها رو تونستین ببینید و بخونید، برای همین من بهتر بتونم پیش ببرم. والا خیلی هاشو خوندم ولی تا آخر نخوندم، اینو من آخر شب دیشب داشتم نگاه میکردم، اون قسمت های اول خوندم، چند تا اگزمپلاتون هم خوندم، صفحه های آخر نرسیدم بخونم، ولی ایده رو فکر میکنم گرفتم، ولی هرچی برای من توضیح بدیم بیشتر ممنون میشم. ممنونم. من چون از اونجایی که خب شما تا یه حدی اینو دیدید و قبلا هم توی MMC توضیح دادم اینو، سعی میکنم تو کوتاه‌ترین حد و فشرده‌ترین شکل باشه که بیشتر سوال های شما به من کمک بکنه. قبلش از خودم معرفی میکنم که من با گیتار زدن موسیقی رو شروع کردم، هنرسان موسیقی، آهنگسازی، و بعد از یه مقطعی از تک بودید بودن در اومدم و علاقه من شدم به رشته های دیگه. اول با هنر تجسمی شروع شد، ولی از یه مقطعی تو زندگیم فهمیدم که نزدیکترین کار هنری به آهنگسازی به نوعی نمایشنامه نویسیه، یعنی در نهایت ما داریم چیزی رو می نویسیم که کسی اجرا کنه و کسی ببینتش. حالا ما داریم صدا می نویسیم برای نوازنده، اونا دیالوگ و اکت برای بازیگر، و احساس کردم که میشه کارهای زیادی این بین کرد، و در این حال توی خود ادبیات هم مثالایی دیدم که خیلی به این دو جهان نزدیک بود، و من احساس میکردم همیشه که یک سالی همه زندگیمو درگیر کرده که انگار میتونم یه هنری بسازم که حداقل یک پاش در این هنر باشه و یک پاش توی اون هنر. مثال بزنم، اگر بین موسیقی و تئاتر بهتر بگم چه چیزهایی نباشه، چون سهراب جان هم یه سوالی پرسید که مخاطب این اثر کیه، دوست دارم بگم چند حالت میتونه داشته باشه. یکی این که خب بین موسیقی و تئاتر باشه، تئاتر به شکل اجرایی و نمایشی، که خب نه مثلا پرفورمنس آرت یا خود تئاتر موزیکال یا اپرا نباشه، یعنی کسی یه متنی نوشته شده باشه، یه نفر دیگه موسیقیشو بنویسه، یه گروه ارکستر داشته باشه، و از اون ور مثلا بازیگرایی که نهایتش بخونن. یعنی سعی بکنم، یعنی اول از همه یک نفر اینو نوشته باشه، یعنی یه نفر در قالب نویسنده، چه موسیقی، چه نمایش و چه داستان. و از اون ور
این اتفاقات بین پرفورمرها تا حدی مشترک باشه، یعنی اگر نوازنده‌ای هست یه ذره کوتاه بیاد و بتونه بازیگری کنه، بازیگر تا حدی بتونه عناصر موزیکال رو استفاده بکنه و به این شکل، و از اون ور در قالب ادبیات و کتاب، یعنی حالت یک کتاب که دست هر کسی باشه و بتونه توش بی نهایت دستور داشته باشه، از اینکه چه چیزی حتی کنار دستت بذاری بخوری بنوشی، چه حرکاتی رو انجام بدی، چه چیزهایی رو میتونی از گوشیت پخش بکنی، فایل QR من میتونم توش بذارم و پر از صدا بشه، پر از ویدیو بشه، دستورهایی باشه که اون متن خونده بشه و صرفا قصه ای نباشه که دنبال بشه، چیزی که توی همون نمونه بکت دیدیم، یعنی خودش میتونه یه فضایی رو توصیف بکنه و قصه ای رو لزوما پیش نبره و خود اون فضایی که داره توصیف میشه توی متنش حالتهای موزیکال داره، جمله ها رو خرد کرده، حتی خراب کرده در راستای هدف موزیکالش، یعنی حالتهای موسیقایی داده بدون اینکه به خود تعریف استاندارد از موسیقی نزدیک باشه. بنابراین میتونیم از امکانات همین الانمون استفاده بکنیم و اینو در قالب یه نفری که داره یه کتابی رو میخونه و میتونه بارها این رو تمرین بکنه و آخر برای خودش اجرا بکنه پیش ببریم، و نزدیک بودنش به نمایش هم تو این میتونه باشه که بچه ادبی خود تئاتر، یعنی نمایشنامه‌ای که میتونه دو نفر سه نفر هر چند نفر دور هم کتاب‌ها رو دست بگیرن و با هم بخونن و بخشای تو پرانتزش هم با هم بگن. خب بخشای تو پرانتزش میتونه چیزای قابل اجراتری باشه توی محیط‌های کوچیک‌تر و عادی‌تر، و از اون ور چند نفر دور هم باشن بخونن ایده‌ها رو اجرا بکنن و یه تجربه رو هم داشته باشن. حالا این چیزهایی که من الان اینجا جمع کردم دقیق ترین نمونه ها یا بهترین راه کارهایی بود که من پیدا کردم برای اینکه بشه اینها رو به هم نزدیک کرد. حالا بریم تو صفحه اول سریع اینا رو رد بشم. میگیم که خب اینجا فکر کنم از یه نمایشنامه یه بله که از حالا بازی با واژه ها و صداها صرفاً جاهایی که معنی رو داره از بین میبره تا حدی و سعی میکنه که حالت رو موزیکال تر و بیشتر صدایی که ما رو درگیر میکنه تا معنای کلمات. و توی مثال بعدی که بریم جلوتر، من مثلا میتونم اشاره بکنم به جایی که بله مثلا تکرارهایی داریم ما، تکرارهایی که میتونه حالت کانون رو در متن به وجود بیاره توسط دوتا بازیگر، یعنی سعی بکنیم در کل هدف اینه که بیشتر انتزاعی بشه این کار، یعنی حتی اگر از کلام داریم استفاده میکنیم کمتر ما به معنیش توجه بکنیم. مثلا به فکر یک پاساکالیایی افتادم برای تئاتر که بازیگرا همینجوری یک حرکاتی رو در صحنه انجام بدن و یک متنی رو تکرار بکنن، بخونن، واریاسیون بشه، و اینا که همینجوری متن‌ها توسط پرفورمرهای مختلف روی هم اجرا بشه، خب دیگه ما معنیشو نمیتونیم دنبال کنیم، ممکن مجبور بشیم چندین و چند بار بخونیم، چندین و چند بار گوش بدیم تا بفهمیم چی داره میگه، ولی بیشتر یک موسیقی که توسط کلام و بدنها داره اجرا میشه. یعنی این به نظرم مسئله اساسیشه که کلن درگیر معنا نباشیم و بیشتر به انتظار موسیقی نزدیک باشه. این مثال بعدی هم بهترین به نظرم نمونه تئاتریش هست که اصلا بدون هیچ بازیگری و انگار یک موسیقی الکترونیکیه با یک طراحی صحنه‌ای برای دقایقی ما تجربهش میکنیم و نه لزوما معنایی داره نه دیالوگی داره، و این مثال نمایشنامه نفس بکت دقیقاً چیزیه که میتونه باشه و نقطه شروع باشه به نظر من. و توی مثال بعدی ببینم چه کاری بود، مثال هایی که حتی نویسنده ها توی اینجا بیشتر توی رمان هاست که حتی طرف اومده دقیقاً نوت نوشته و حتی من میتونم از کسی که داره این کتاب رو میخونه توقع داشته باشم که نوت بلد باشه، یا مثل مثال بالاترش از کلمه نوت ها رو بنویسم و با علائمی کشش نوت ها رو نشون بدم، اینم به نظر من خیلی مهمه که، یا مثل صفحه بعدش با کشیدن کلمات با بزرگ و چیک کردنش دینامیک و کشش رو بتونم نشون بدم. و صفحه بعدی هم این هم همون رمان ننامیدنی بکته که گفتم
یک سری فضاسازی هایی داره و یک سری جملات خرد شده ای که حالت موسیقایی و از جهتی انگار ما توی اون فضای هستیم، توی اون پرفورمنسیم و در این حال فضای تجسمی رو هم توی ذهن ما ایجاد میکنه. در این حال همه اینایی که میگم میتونه از هنر تجسمی هم استفاده بکنه، یعنی عکس، نقاشی، ویدیو آرت حتی کاملا میتونه استفاده بکنه، ولی سخت‌ترین قضیهش به نظر من بس کردن تئاتر و موسیقی و ادبیات به هم. و بله فکر کنم تا اینجا کافی باشه. مرسی. مرسی شایان جان. خب خیلی بحث بزرگیه، یعنی ده دقیقه که کمه، که 10 ساعت هم کمه باید راجع به این صحبت بکنیم. چون من فقط میتونم، چون حس میکنم این کاری که شما کردی یه اتوده برای اینکه میخوای یه کار جدید شروع کنی، فکری که یه کار جدیدی رو میخوایم بنویسیم و این یه حالت تنشی پیدا کردن باش، فهمیدنش، این که چه راههایی وجود داره که این کار کرد. من میتونم فقط یه مقدار اکسپرینس های خودم رو بگم که چون منم به شکل‌های مختلف با این مسئله درگیر بودم و کار مشکلیه پیدا کردن این راه، به خاطر اینکه خب درست کردن یه قطعات کوچیکی برای اینکه امتحان بکنین ایده ها را میشه، تصمیم میگیرین حالا بر اساس کارهای مختلف، خب تقریبا هیچ کاری نیست، یعنی به نظر من هیچ تئاتر موفقی نیست که زیرش موسیقی نباشه. وقتی که میگم زیرش موسیقی نباشه، منظورم اینه که فرمش باید یه فرم موسیقایی باشه. حالا این توی کارهای مختلف، اصلا کلن لوی شتراوس وقتی که صحبت فلسفه قرن بیستم میکنه، وقتی بهش رابطه بین، من دوباره برمیگردم به رابطه فرم و عنصرهای مختلف، اون که چیزی که متریالی که داریم، فرم و متریال، این رابطه رو میگن یه رابطه موسیقایی. و کلن هیچ کاری نیست، توی هیچ هنری نیست تو قرن بیستم که این المان رو نداشته باشه. برای همین ایده موسیقی همیشه باید توی کار وجود داشته باشه. و حالا شما یک مثال‌هایی زدین که درشون واقعا توی استفاده از زبان خیلی مشخصا ما میشنویم موسیقی رو. البته بعضی دایرکتورها هستن که اینا انجام میدن اصلا موسیقیشو نمیشنویم، به خاطر اینکه گوششون اونطور کار نمیکنه، به خاطر اینکه تمرکز نکردن روی موسیقی، فقط کلامو دارن میشنون. از یه طرف دیگه دایرکتورهایی هستن که وقتی خوب میشناسن، مثلا بکت یکی از سخت ترین آدم هاست برای اینکه استیج کردن. و ما چند سال پیش بود اینجا یه دایرکتوری داشتیم که همین تو UCSD درس میداد. من دیده بودم Waiting for Godot رو، ولی Waiting for Godot اینه که دیدم اصلا هیچی غیر از موسیقی نمیشنیدم و من 3 بار رفتم این برنامه رو تماشا کردم فقط به خاطر حالت این که رفتم نشستم انگار موسیقی میشنیدم. و این به خاطر حالا گوش کردن این دایرکتور بود، ولی از دایرکتورهای دیگه هم شنیدم. من یادم با رابرت وودروف صحبت میکردم که یه دایرکتور امریکایی در ییل درس میداد، من 2 تا کار باش کردم، اون به من میگفتش که من هیچ کاری رو شروع نمیکنم تا موسیقیشو ندونم. یعنی این منظورش این نیست که من بدونم چه موسیقی میخوام کجای قطعه بذارم، بلکه فرم رو میخوام بشناسم، میخوام المان‌های مختلف رو بشناسم و چجوری اینا با همدیگه رابطه برقرار بکنن. و المان توی کار چیه؟ شما میتونی با یک صحنه، با یک حالت صحنه ساختن، یک المان جدید وارد بکنی و این یک خطی برای خودش میشه. حالا توی همونجوری هم که گفتین، توی هنر تئاتر هنریه که همه جور کار میشه توش آورد. میتونیم موسیقی داشته باشیم، زبان داریم، شعر داریم، رقص میتونیم داشته باشیم، هنرهای رنگ داشته باشیم، نور داشته باشیم، همه چیز وجود داره. برای همین که کمی سخته که تعریف بکنیم که اصلا لیرها چی هستن. برای همین
من خودم برخوردی که باش میکنم، بعضی وقتا هم گیرش آدم میفته، اینه که اول پیدا بکنی چی از همه چی مهمتره و اون ایده باید بگه که شما چی میخواین. یعنی از روی احتیاجات درونی المان‌های مختلف بایستی که خودشونو مشهود بکنن. بایستی که با من برخوردم این که همیشه با یک استیج کاملا خالی، سیاه، هیچی وجود نداره. من چی میخوام بگم و برای این گفتن چی رو احتیاج دارم. حالا گفتن حرف هم میتونه یه مقدار احساسی باشه، یعنی اینکه بعد از اینکه یک کاری انقدر شما باش رابطه برقرار کردی، اون احساسی رو که میخواییم بگی، ایده ای رو که میخواییم بگی، این صحبت رو بالاخره پیدا میکنین که با چه زبانی میخواییم بگی. صحنه اول بسیار بسیار مهمه. صحنه اول میخواد چجوری شروع بشه، با چه، حالا چیزای دیرکتورهای مختلف میتونین بهشون نگاه کنین، مثلا برتولوچی رو، چون برتولوچی تو این کار خیلی قویه. بکت رو نگاه کردین؟ بکت البته چیزه، من بیشتر میگم که شما باید کارهای دیرکتورها رو نگاه کنین، چون کاری که شما میخوای بکنی بیشتر کار دیرکتوریه تا نوشتاری. نمیدونم نظرتون اینه که یه قطعه بنویسین یا یه قطعه رو اکچولی انجام بدین؟ این دوتا 100% یه چیزی که بین همه اینها باشه رو خودم بتونم بنویسم. میخواین بنویسین، یعنی بیشتر میخواین نمایش نامه نویس باشین یا میخواین یه حالت دیرکتور داشته باشین؟ نویسندهی که حالا هر کدوم از اینا هر مقداری که لازمه رو بتونه درست جای موقع به موقعش توی اون ترکیب بندیش بنویسه. دقیقا. آها. خب پس راهتون درسته. من بیشتر خودم اون حالت دیرکتوریشن میگم، یعنی اینکه علاقه من بیشتر اینه که این به چه شکلی دیده میشه. حالا بکت مشخصا، خب همه چیش مشخصه، بکت تقریبا هیچ چیز رو برای تعبیر نمیذاره، همه تا حدی، مثلا حتی نور باید چطوری بیافته، چی رو ما میبینیم چی رو نمیبینیم، خیلی چیزا رو مشخص میکنه. اینو شما میتونی تصمیم بگیری، در حالی که مثلا یونسکو خیلی اجازه میده. یونسکو بیشتر زبانش استفاده شده که چطور اینا با همدیگه آمیخته میشن، ولی صحنه رو شما میتونی هر جوری که دوست دارین میسازین. اینا رو تصمیم میگیرین که به چه شکلی میرین. یه چیزی که وقتی میخوندم فکر کردم، شما نمیدونم خوندین برث اف تراژدی نیچه رو؟ اگه دوست داشتین بخونی خیلی میتونه، چون نیچه کسیه که واقعا فلسفه رو با شعر میامیزه و برای همین توی اصلا تعریف این که تئاتر چی هست، تئاتر از کجا اومده، بسیار زیبا توضیح میده که چقدر رابطه با موسیقی داره. و به نظر من هم اصلا تئاتری که با موسیقی آمیخته نباشه، خب اصلا من نمیخوام بشنومش، چون میخونمش کافیه دیگه و یک بارم خوندم کافیه، احتیاج نداره بیشتر بخونمش. ولی باید مثل موسیقی ما هر دفعه میخونیم یک رابطه جدیدی باش برقرار بکنیم و خیلی هم ربط داره به اینکه چجوری این رو صحنه میاد. برای همین من فکر میکنم خیلی خوبه که شما فکر بکنی و یه مقدار این اطلاعات هم بنویسین توش. برای من چیز اونایی که المان‌هاشون رو توجیه میکنن که اون موسیقی کامل ساخته بشه خیلی مسئله مهمیه. نمیگم خیلی بحث خیلی خیلی بلندیه، نمیدونم که چه چیزی من میتونم با شما بگم، چون خود من خیلی با این الان خودم گیر داستان سیاوشم. الان نزدیک به 5-6 ساله که به شکل‌های مختلف یکی دو بارم رو صحنه بردمش و آخرین شکلی که الان در فکر هستم همون اینه که تا اونجایی که میتونم خود داستان از توش بکشم بیرون، فقط چیزهایی که داستان میخواد بگه رو به عنوان یه حالت انتزاعی مثلا رو صحنه بیارم. الان چیزی که گریبانگیر خودم در باش گریبانگیر هستم که بدونم که به چه شکلی و چه چیزهایی احتیاج داره. مثلا دفعه اولی که من اینو رو صحنه بردم با موسیقی لایو بردم و حالت شاهنامه خوانی بود و داستان سرایی بود
خوبم کار کرد، بد نبود، ولی من ارضا نشدم واقعا. حس کردم که این حس کاملش برای من مشهود نشد و نمیدونستم هم چرا، نمیدونستم چرا من هنوز حس میکنم این کامل نیست. و الان به این نتیجه رسیدم، همون صحبتی که شما کردین، که باید هرچه بیشتر این انتزایی بشه که کمتر داستان سرایی توش باشه تا بیشتر حالت کنترل فضا، همونطوری که با موسیقی ما رفتار میکنیم، اون بیشتر توش وجود داشته باشه. و بعد البته زبان همیشه هم بایسته که وجود داشته باشه، چون دیگه وقتی اینو خیلی باش پیش بریم از اون حالت تئاتر میایم بیرون، چون توی تئاتر هم آدم یه حرفی برای گفتن داره همیشه، در حالی که تو موسیقی حرفی رو که داریم اون جلو نیست، یعنی آدم انقدر براش مهم نیست که آیا این حرف گفته بشه یا نشه. چون اگه توی مثلا فرض کنیم توی موسیقی ما مسیجی داشته باشیم، این مسیج خودش تبدیل میشه به یک گفتار، یه جمله میشه و اون از حالت موسیقاییش بیرون میکشتش. برعکس برای تئاتر اگر چنین چیزی وجود داره، بالاخره یه جایی یک حرفی برای گفتن داره، که برای من اونجا یه مجاز که آیا صحبت سیاسی، اجتماعی، تاریخی، حرف برای گفتن چیه. حالا برای من توی سیاوش داستان انسانیته، که اصلا معنی انسانیت چیه، و یه مقدارم داستان ایرانی بودن چیه، که منم الان دنبال اینم که چطور اون حالت انتزاعی رو پیدا بکنم، ولی چی رو واقعا نگیم، چی گفته نشه، که این توی الان من جوابشو توی کار چنین گفت زرتشت نیچه دارم پیدا میکنم. چون نیچه میدونین که این بیشترین نوشتاری که کرده واقعا وقتی صحبت زرتشت را میکنه، زورت زرتشت میکنه، واقعا سیاوشه، داره صحبت از سیاوش میکنه. و اون برای من خب خیلی زیبا این انتزاعی، صحبت انتزاعی رو بیرون کشیده. ولی میدونم شما الان بیشتر درگیر زبان هستین، که چطور زبان را بنویسین که این تبدیل به موسیقی بشه روی صحنه، که یه حالت چیز هم هست، یه مقدار حالت تکنیک نوشتاری هم هست، که اینو چطور بنویسین که اون کسی که داره، دایرکتوری که داره اینو استیج میکنه، بدون موسیقی که شما میخواید ازش چیه. میدونم خیلی حرف مشخصی نداشتم که برای بزنم، به خاطر اینکه چیزی بیان کردین که بحث زیاده و خیلی میشه روش صحبت کرد. دلم خوشحال میشم بفهمم، ببینم که آخر سر چی مینویسین بر این اساس. دقیقا اینی که میگید، ممنونم رستی، اما این کلن من یک سال بالای این منبر هستم و این حرفا رو دارم میزنم که این درمه و هی دارم دربارش میخونم و الان احساس میکنم که دیگه وقتشه بشینم پای کار. و واقعا نمیگه، یعنی یک بیابون بزرگی که آدم نمیدونه باید توش کجا بره و چجوری اینو قدم رو شروع کنیم. واقعا این صحنه خالی که میگید، پلات داشته باشه نداشته باشه، دیالوگ، اصلا اینه مسئله من که از کجا شروع شه. دقیقاً در سخت‌ترین کار اونه، سخت‌ترین کار اینه که شما پیدا کنین که این اصل کجاست، این عنصر اصلی داستان اصلا چرا میخوای این کارو بکنی. یعنی یه سوال بکن از خودتون که اگه من این کارو نکنم دنیا عوض میشه؟ یعنی آیا اتفاقی میفته اگه من این کارو انجام ندم؟ و این میتونه یه مسئله درونی باشه. شما میتونید از نظر درونی، یاد چی میدونم پدرانجام سوالی داره، ولی یه چیزی بگم، از نمیدونم کدوم فیلمساز بود، یه بار یه فیلمسازی میره میخواسته یه فیلم بسازه در بیرون از شهر، رو میره توی یه حالت روستایی و بعد با یه شپردی بود صحبت میکنه که میگه که من میخوام یه فیلم بسازم اینجا. میگه خب اوکی، میگه من میخوام از شما و از این گوسفندا و اینا فیلم بسازم. میگه آره. میگه تو اگه فیلم بسازی این گوسفندا رو اذیت میکنه؟ میگه نه، هیچ اذیتشو نمیکنه. میگه تو فیلم بسازی به گوسفندا کمک میکنه؟ میگه نه، کمکی هم به گوسفندا نیست. پس میگه پس چرا میخوای فیلم بسازی؟
این اون شخص مسئله اصلش گوسفنده و میگه اگر احتیاجی نیست اصلا کاری نباید انجام بشه. شما هم باید مسئله اصلی تو پیدا بکنی و اگر اون موقع که اون پیدا بشه جمله اولتون هم پیدا میشه که اصلا اون صحنه میخواد چی باشه، قطع برای چی نوشته میشه. الان یه مقداری میگم شما کار کردی برای اینکه زبان را پیدا بکنین و یه حالت روش کارتون رو پیدا بکنی که حالا اون موضوع بایستی که بگه که از چی استفاده بشه که از این تکنیک استفاده بکنی که اون موضوع رو بگین. پدرام جان شما بفرما که منتظر نگهت داشت. ممنون. من خودم که هیچ بکراند تئاتر رو اینا اصلا ندارم، برای من خیلی جالب بود که حرفای پروفسور یادگاری رو بشنوم. خیلی چیزایی گرفتم و خیلی اینفورماتیو بود برای من. ولی یه چیز که اومد تو ذهن من اول که شروع کرده بود صحبت کردن در مورد اینکه قسمت میوزیکال لنگویج رو می‌خواستی استفاده بکنی، مثال‌هایی زده بودی و یه چیزایی داشت صحبت می‌کردی که کلماتی پشت سر هم بیاد و جوری تکرارهایی استفاده بشه که به حالت خاصی معنایی نداشته باشه ولی یه حالت موسیقایی داشته باشه. یه چیزی اومد تو ذهن من که میتونه این حالت موسیقاییش یه قطعه هست از دقو برای سولو وایس که این حالت همین چیزی که میگه استفاده کرده ولی از معنای کلمات رو هم استفاده کرده و لینک بین معناها هم استفاده کرده. مثلا خواننده کلمه تان به معنی زمان تو فرانسوی رو هی تکرار میکنه تان 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 تان، بعد اینو کم کم تبدیل میکنه به کلمه اتان، یعنی سب کن تان 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 تان، بعد سب کن و زمان یه تو معنیشون یه لینکی بینشون وجود داره و یه چیزی تو این مایه اومد تو ذهن من. ولی در نهایت دقیقا همیزی که پروفسور یادگاری گفت خیلی مهم هست که بدونی که چی میخوای بگی و برای گفتن اون چه چیزی نیاز داری. ممنونم. اتفاقا همین که میگین جالبه، یعنی تنها چیزی که تو اینجا ازش اسم نبردم راستش شعر بود، اما انگار در نهایت قراره یه چیزی شبیه به شعر بشه که هم یک معنایی داره هم یه چیزی فراتر از معنای اون زبانش و قراره موسیقی توش داشته باشه. ممنونم ازتون واقعا، مرسی. من یه چیزی الان متوجه شدم، من کلمه اسم برتولوچی رو آوردم اشتباهی گفتم، کاستلوچی اسم اون دیرکتوریه که میخواستم بگم، چون الان که پدرام گفت یادم اومد زبانی که اون استفاده میکنه. خیلی ممنونم از پرزنتیشناتون، واقعا خیلی لذت بردم و خوشحالم میشم که ببینم که این کارتون به کجا میرسه. سهراب جان شما بفرم. اگر وقت هستش، اگر وقت تموم نشده خواستم از این فرصت استفاده کنم. چون که داشتی صحبت میکردین یه دغدغه یهو به فکرم رسید که صحبت دایرکتور و نویسنده که شدش، بعد حالا بیام اگر یه کمی بیام این ورتر که آیا شما مثلا، میخواستم از اتون سوال کنم که مثلا یه کاری رو که شروع میکنین یک حد و حدودی برای خودتون میذارین که آیا من چون میدونم که مولتی دیسیپلینری خیلی کار میکنین، آیا اینجا من مثلا دایرکتورم یا اینکه موزیسینم یا اینکه میخوام برم به سمت هنرهای تجسمی، آیا این یه چیزی از اون تصمیمات اولیه هستش که دغدغتون داشته باشین یا اینکه نه این انقدر مثلا براتون عادت شده که اصلا به همچین چیزی فکر نمی‌کنم. می‌خواستم ببینم چه جوریه برای شخص شما اگر امکان داشته باشه. سوال خیلی خوبیه و اون لیستی که اضافه نوشته بودین خیلی بزرگترم میشه، چون به شکل‌های مختلف مخصوصا وقتی که دنبال یک کاری میرین که حالت اسمش حالا مالتی دیسپلینری بذاری و خود شما دستن در کار شکل‌های مختلف باشی، خیلی چیزای زیاد پیش میاد که بهش میتونین سایکولوژیست بودن اضافه کنین، اکاونتنت اضافه بکنین،
لایتینگ دیزاین چیزای مختلف، حالا میگم مسائل تکنیکیش وجود داره، ولی وقتی که یه کاری رو میخوای به صحنه برسونین انقدر چیزای اضافه میاد که متاسفانه بعضی وقت کارهای اصلی شکلش کم میشه و این محدودیتایی که میذارین روش خیلی مهم میشه. من معمولا کارا یه نقطه عطفی درش وجود داره، یعنی تا قبل از اون نقطه عطف که کمی هم من حالت خیلی فیزیکال بهش نگاه میکنم، یه حالت مثل بچه دار شدنه، مثل حاملگیه، تا یه وقتی فضایی وجود داره همه کاری میشه کرد، ولی یک زمانی هست که تمام این بازی ها انجام شده، بعد یک دفعه شما احساس میکنید که من باردار شدم و کاریش دیگه نمیتونم بکنم، از این به بعد اونه که به من میگه چی میخواد. یعنی تا یه جایی من اجازه دارم به هر چی میخوام فکر بکنم، ولی وقتی اون شکل اون نطفه بسته شد دیگه از اون به بعد تمام حرکت هایی که من میکنم برای اینه که اون چطور جلو بره، و تقریبا یواش یواش متوجه میشین که دیگه شما هیچ جای فکر و جای آزادی و بازی دیگه ندارین، چون این شکلش ساخته شده و الان دیگه بایستی که فقط بهش برسین، بهش قضا بدیم، بهش نمیدونم بزرگش بکنی، مدرسه ببریش، تا به جایی که برسه که این تا آخر بیاد بیرون، و بستگی داره که اون نقطه عطف کجا انجام میشه، و اون موقعی که تقریبا دیگه دست خود شما نیست. یعنی برای من اینطوری بهش نگاه میکنم، من اون زمانی رو که خط کشی میکنم دور این که دیگه من دیگه جایی نمیرم، فکر دیگه نیستم، خیلی کار سختی هم هست، به خاطر اینکه آدم همیشه میگن که یه کار هنری هیچ وقت تموم نمیشه، فقط شما کنار میذاریش، ابندن میشه، و چون همیشه میتونین روش کار بکنین، باز دوباره مثل اینه که آدم یه بچه‌ای داره که همیشه میتونی با این بچه تا اون تا آخر زندگیش هم باش حرکت بکنین و بهش یه چیزی برسونی، ولی در این حال هم فهمیدن این که چطوری خط کشی بکنیم، حالا ما امروز صحبت کانسترینت زیاد کردیم، این یکی از مهمترین کارهایی که تصمیم بگیری که مثلا برای مثال، چون الان صحبت با شایان جان هست راجع به این که چه المان‌هایی اینجا وجود داشته باشه، تصمیم آگاهانه ولی در عین حالم خیلی احساس درونی که بهش برسیم، به این که من اینجا خطم رو میکشم، چون این خط کشی تقریبا تعریف وجود این داستان میشه، و برای همین اولش نه، جواب مشخصم بگم، اولش نه، اولش اجازه میدم به خودم هر چی که فکر میتونم بکنم بهش برسم، ولی بعد به یه جایی میرسم که برام مشهود میشه، خود داست، خود مسئله میگه، ولی بعضی وقتا هم هستش که نمیشه و خیلی هم سخته، چون هی فقط میتونی منتظر بشینی تا اینکه این اتفاق بیفته، چون این تصمیمی نیست که آدم خودش تنهایی میگیره، این باید خودش اتفاق بیفته، که کمی سخت میشه وقتی که ددلاین داری برای اینکه یه کاری انجام بدی و این کار انجام نمیشه، بعد خب چیز میشه، یه مقدار سخت میشه، به خاطر اینکه حس میکنی که حالا من کارا بدون اینکه به اون لحظه مهم برسه دارم انجام میدم، که برای من یه مقداری شاید این بحث طولانی تری هم باشه، رابطه بین تصمیم که بر اساس سیمپاتیتیک نروس سیستم میکنین و پاراسیمپاتیتیک سیستم میکنین، میدونین که ما روش فکریمون دو تا سیستم داریم که کاملا هم با هم فرق میکنن تصمیم هایی که میگیره، یکی بر اساس قول معروف و دل پره، نشستی همه چی راحت آرومی فکر میکنیم همه کاری میتونیم بکنیم تصمیم میگیریم، یکی مال موقعی که لحظه آخره 2 دقیقه مونده که ما برسیم به باید تصمیم بگیری، یه چیز خطرناکی اونجا وجود داره باید سریع تصمیم بگیری، و خیلی وقتا حالا من شاید اینو برای اینه که خودم پروکاستینیت میکنم بعضی وقتا تصمیم میگیرم، چون حس میکنم که اگه من پروکاستینیت نکنم و نرسم به جایی که اون سیمپاتیتیک سیستمم رو راه بندازم کارم کامل انجام ندادم،
برای همین بیشتر موقع روش من اینه که آزاد میذارم خودم و کمی هم میذارم که زیر فشار بیفتم، که بعد اون موقع یه سیستم بعدی من شروع میکنه تصمیم گرفتن و خیلی وقتا هم اشتباه نکرده، بعد نبوده، ولی به جاهای خطرناک میتونه برسه که سر لحظه آخر باید سر یه چیزی تصمیم بگیری که دیگه نمیدونی خوبه بعد چجوریه. و ببینید توی آهنگسازی، حالا توی ساختن یه کار، مهمترین مسئله این روش تصمیم گیریه که بدونین یه تصمیمی که الان میگیرین سه هفته دیگه ناراحت نمیشی بگی آخ چه اشتباهی کردم من این تصمیمو گرفتم، چون اون کامیتمنتی که میدی به تصمیم و شکل یه کار رو ساختن تعریف آینده این کار میده. چون از اون به بعد همون موقعی که محدودیت ها رو مشخص میکنی انگار که موجودیت اون قطعه یک دفعه شکل پیدا کرده. و بالا بعضی وقتا هم آدم یه دفعه تصمیم میگیره میگه خب که این راه درست نبود، من باید برگردم همه چیز از اول انجام بدم، که اون حالا توی حرکت های انجام یک کار به شکل های مختلفش، مثلا من سر همین داستان سیاوش یعنی الان دفعه دوم سومه که اومدم سراغش که متوجه بشم، و الان این دفعه خیلی چیزاش داره عوض میشه، اصلا داره یک داستان دیگه تقریبا میشه. ولی من دیدم خیلی از آدم ها چنین حرکتی رو میکنن که با مثلا یه ایده رو میگیرن ولی به چندین شکل بهش نگاه میکنن. ولی جواب کوتاه بگم اینه که گذاشتن محدودیت و دونستن اینکه کی این محدودیت گذاشته میشه، it's not که if it's a when، it's not اگر، که کی این اتفاق میفته و حتما هم باید اتفاق بیفته. و بعد از اون به بعد باید خب تقریبا خودتونم بدونی که خب من چقدر قابلیت من هست به عنوان یادم مالتی دیسپلینری چه کارهایی رو میتونم بکنم. بعد بستگی به این داره که چه کلابریتورهایی در دسترس دارین. اگه خیلی موفقین، قدرت زیاد دارین و هر کسی رو میتونین بگیرین، یه چیزه. ولی از اون طرف ممکنه که ببینی که با چه کسایی نزدیک هستین، مثلا کلابریتوراتون کیا هستن و اونا چه قدرتهایی دارن. اونم یکی دیگه از چیزایی که مشخص میکنه که چه المانهایی میتونه وارد کار بشه. بعضی وقتا ممکنه قطعه برای یک شخص مختلف بنویسین که اونم اولین حرکت از اونجا شروع میشه، چون مشخص شده که محدودیت کار چیه. امیدوارم جواب سوالتون داده باشم. عالی بود، یعنی من جوابمو گرفتم کاملا. یه فالوآپ، ونیوی پرمیر هم میتونه، چون همون اول آدم بدونه اون محدودیتی میذاره برای آدم که آلردی خب کلی الان کانسترینت اومد توی کار، یا چجوریه توی قضیه تئاتر این قضیه؟ طبیعتا البته تئاتر ونیو مشخص، مگر اینکه یه کار سایت سپسیفیک میکنین. اگه سایت سپسیفیکه خب مشخصا برای اون سایت میسازین این کارا، ولی بعد دیگه راحت نیست یه جا دیگه بردنش، به خاطر اینکه از اون محل استفاده کردی. معمولا به ونیو وصل نیست که ونیو رو براش میسازی، مثلا میری میبینی که یه کاری انجام شده، چون حالا تئاتر میره جاهای مختلف میره، ولی هر جایی که میره من سعی میکنم خودم قبلش رفته باشم ببینم محلش رو ببینم. حالا یه مقدار با الکترونیک و با چیزای جدید مثل پروجکشن و اینا راحت تر شده، به خاطر اینکه با پروجکشن میتونی یه فضایی رو، فقط یه چیز سکرین به خصوصی احتیاج داری، مثلا ما یه سری پرده‌های درست کردیم که خیلی جاها میتونه بره. ولی اگه ونیو سپسیفیک باشه باید حواستون جمع باشه که ممکنه جای دیگه نتونه بره. در این حال هم بعضیا هستن که خیلی خوب قطعه می‌نویسن وقتی کامیشن میگیرن، یعنی کامیشن میگیرن برای جای مشخص، تاریخ مشخص. من خودم خیلی بدم تو این کار، چون احساسی با کار برخورد میکنم و بیشتر بایستی که کار برام اتفاق بیفته، با کامیشن خیلی راحت نیستم که سر یه مشخصی یه کاری انجام بدم. حتی یه ذره لاکچری اینه دارم که اجازه بدم خود کار در من بجوشه و به یه دلیلی شروع کنم به کار کردن. ولی داشتن اون تکنیک و دیسیپلین این که
کامیشن بتونی درست انجام بدی بسیار بسیار چیز مهمیه و باید همه هم داشته باشن. اگه من ندارم همه بقیه باید داشته باشن. خیلی 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 بی نهایت ممنون از استاد یادگاری، از همه بچه هایی که امروز پرزنت کردن، فوق العاده. من خودم اینجا هنرجو بودم، رسما خیلی خیلی آموختم از همه شما. خب من اینجا اگه کامنت دیگه نیست رکورد رو قطع میکنم. منم میخوام تشکر کنم از شما از گذاشتن این برنامه، مخصوصا از سحر جان، مسعود جان، حامد جان و شاهین جان. ممنونم که این کارتون آوردین. خیلی خوشحال شدم کارتون رو دیدم و امیدوارم که ادامه کارم بشنوم راجبش، به که این کار چه شکل جدیدی، کاراتون چه شکل جدیدی پیدا میکنه. ممنونم که تقسیم کردین با ما، شیر کردین کارتون رو و همینطور از شما نسیم جان، پدرام جان و سهراب جان برای این که من رو دعوت کردین و این واقعا این کاری که میکنین چقدر ارزشمند و چقدر عالیه. امکان داره این تا اینجا هستیم یه عکس یادگاری بگیریم؟